ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به همه شما همراهان و همکاران گرامی، خیلی خوش آمدید به یکی دیگر از جلسات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان. امروز 25 فروردین 1401 مصادف با 14 آوریل 2021 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی. من ابتداعا دستاندرکاران فراخوان رو خدمتتون معرفی میکنم. خانم هستی عبداللهی عصر، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در اسفند ماه 1400. خانم سمانه بیرجندی، بررسی هدف 5 از اهداف 17 گانه سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم آیلار اسماعیلی، روز جهانی هنر. آقای امیررضا یغمور، مافیای هنر. خانم مرضیه مهدیه، وضعیت معیشت هنرمندان، هنرهای نمایشی. در بخش فرهنگی، آقای محسن سبزیان، نگاهی به زندگی و آثار مرتضی ممیز، پدر گرافیک ایران. در بخش آزاد، حق امنیت کار، معضلات اشتغال هنرمندان زن در ایران. مسئول جلسه خودم، ستاره دژم. منشی جلسه آقای مصطفی منیری. ضبط صدا و تدوین آقایان پویا حسابی و محمد حسام فانی. ادوین ها مرجان شعبان نژاد، روزا جهانبین، محسن سبزیان و سمانه بیرجن. ممنون میشم از خانم هستی عبداللهی عصر که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در اسفند ماه 1400 رو ارائه بدن. متشکرم. سلام خدمت همه همراهان و همکاران عزیز که امروز همراه ما هستند. خب امروز من گزارش نقض حقوق هنر و هنرمند رو خدمتتون ارائه میکنم. اولین خبر رو شروع میکنم با احضار و تفهیم اتهام فرامرز سدهی، شاعر خوزستانی. فرامرز سدهی، شاعر خوزستانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران، روز دوشنبه 22 فروردین ماه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز احضار و تفهیم اتهام شد. در این جلسه به آقای سدهی اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، تفهیم و با تودیع قرار کفالت به صورت موقت آزاد شد. از جمله مصادیق اتهام مطروحه علیه این شهروند پست‌های اینستاگرامی و برخی اشعار چاپ شده کتاب‌هایش است که خب این خبر نقض ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه و ماده 19 حق آزادی بیان است. خبر بعدی، پاستور در شوک دسترد‌های معنادار. 99% هنرمندان برجسته دعوت افطار با رئیسی را رد کردند. 170 هنرمند برجسته سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی میهمان رئیس جمهور بودند که ظهر همان روز فقط به دلیل آلودگی هوا لغو شد. قرار بود این جلسه در محوطه باز برگزار شود. همزمان روایت منتقدان این است که دیدار هنرمندان و سینماگران با رئیسی به دلیل عدم استقبال گسترده هنرمندان کنسل شده است. که خب من فکر میکنم که هنرمندان برای اینکه مخالفت خودشون رو با سیاستهایی که آقای رئیسی در پی گرفتن از زمان رئیس جمهور شدنشون این کار رو انجام دادن. محمد حسن مرتجا در خانه ابدی آرام گرفت. پیکر محمد حسن مرتجا، شاعر، که ساعت 6 صبح جمعه 19 فروردین ماه 1401 از دنیا رفت، در قطعه هنرمندان آرامستان شهر سیرجان به خاک سپرده شد. مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری محمد حسن مرتجا برگزار و برپای بزرگداشتی برای او در 40مین روز درگذشتش در نظر گرفته شد. مرتجا حدود 2 ماه قبل دچار کرونا شده بود که ریه‌اش درگیر شد و گویا بعد از آن نیز در دوره نقاهت نتوانسته بود که از آسیب‌های این بیماری رها شود. محمد حسن مرتجا متولد سال 1343
در سیرجان بود که از آثار او میتوان به دفترهای شعر دفتر سروده ها، اجرای جهنمی از مسئله مسئله ها و بیدار میبینم، اتاقی که لزوما مرکز جهان نیست و روبرو در سپرده اشاره کرد. خبر بعدی توضیحات گروه موسیقی اردکانی درباره لغو کنسرتشان توسط اماکن هستش. کنسرت یک گروه هنری با سابقه کنسرت یک گروه هنری با سابقه به رغم اخذ مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای پایانی سال گذشته برای اجرا در ایام نوروز در ششمین سال متوالی از اجرای خود به ناگهان با ممانعت توسط اماکن از اجرای خود باز ماندند. آقای قاضی که یکی از اعضای این گروه هستن با تاکید بر این که متاسفانه این اقدام مسئولان موجب بی‌اعتمادی اعضای گروه شده است اظهار داشت، وقتی با اطلاع از نوازندگی بانوان در گروه برای من مجوز صادر کردند و بعد تلفنی مانع برگزاری می شوند و دوباره فرماندار اردکان اعلام کردن مشکلی در برگزاری نیست، اما دوباره با تماس تلفنی مانع برگزاری شدن چه اعتمادی برای ما باقی میماند؟ که این خبر نقض ماده 2 عدم تبعیض و ماده 23 حق امنیت کار هستش. آقای زرقامی گفت میانگین سهم روزانه هزینه مرمت بناهای تاریخی کمتر از 30,000 تومان است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت با احتساب 35,000 بنای تاریخی ثبت شده میانگین سهم روزانه هزینه مرمت هر بنا کمتر از 30,000 تومان است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عزت‌الله زرقامی تأکید کرد بودجه مرمت میراث فرهنگی در قانون بودجه 1400 بالغ بر 340 میلیارد تومان بوده است. با احتساب 35,000 بنای تاریخی ثبت شده میانگین سهم هر بنا کمتر از 30,000 تومان است، در صورتی که دستمزد روزانه یک کارگر 300,000 تومان است. که خب به نظر من یک خبر بسیار بدی هستش که به بناهای تاریخی ایران اصلا توجهی نمیشه، در صورتی که این بناهای بسیار زیبا که قدمت‌های خیلی خیلی طولانی دارن میتونه نقطه‌ای باشه برای گردشگری بالا که از جهان بیان و خب متاسفانه توجهی نمیشه. خبر بعدی خبری هست در مورد چرا رقص آذری در عصر جدید سانسور شد. برنامه تلویزیونی عصر جدید از اقوام مختلف ایرانی دعوت کرده بود تا به صورت زنده اجرا کنند. از آذربایجان نیز آیهان خواننده اردبیلی و گروه رقص آیلان دعوت شده بودند، ولی هنگام اجرای این برنامه هنری کارگردان برنامه تلویزیونی حتی یک ثانیه از اجرای رقص این گروه را پخش نکرد، در حالی که رقصهای گروههای کردی، لوری، سیستانی و غیره کامل پخش شدند. همین امر موجب نارضایتی بینندگان آذربایجانی این برنامه و مردم آذربایجان شده است. آیهان خواننده اردبیلی این گروه با انتشار ویدیویی ضمن اعتراض به اقدام برنامه تلویزیونی عصر جدید در قطع کردن موسیقی و رقص آذربایجانی خواستار توضیح قانع کننده مسئولان زیرب در این خصوص شد، که این خبر نقض ماده 2 عدم تبعیض و ماده 22 حق امنیت اجتماعی مالی و فرهنگی هستش. خبر بعدی سانسور در جوکر صدای مهران غفوریان را هم درآورد. این بازیگر با انتشار یک استوری در اینستاگرامش نوشت دوستان سلام، تقریبا 2/3 جوکر تایم من در برنامه جوکر سانسور شد. فقط ناراحتم برای شما به عنوان بیننده که از من توقع داشتید که جوکر تایم با نمکی داشته باشم. مهران غفوریان در استوری دیگری نوشت ناراحتم در حدی که دیگر این فصل خودم را نگاه نمی کنم. باز هم اشتباه کردم. فکر کردم فرصتی دارم برای شاد کردن شما. که این خبر نقض ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 23 حق امنیت کار هستش. کنسرت حمید آرامزاده به دلیل حضور نوازنده زن لغو شد.
کنسرت حمید آرامزاده خواننده 18 ساله موسیقی سنتی در اردکان یزد یک ساعت قبل از اجرا و در حالی که مردم در سالن نشسته بودند با دستور اماکن به دلیل حضور نوازندگان زن لغو شد. در ویدیویی که روز سه‌شنبه 9 فروردین از این موضوع منتشر شد، آقای آرامزاده قبل از اجرا بر روی صحنه حضور یافت و دلیل لغو کنسرت را حضور نوازنده زن عنوان کرد. این خواننده جوان با بغض به روی صحنه آمد و بابت این لغو عذرخواهی کرد. که این خبر نقض ماده 2 عدم تبعیض و ماده 23 حق امنیت کار هستش. واکنش ها به افشاگری آزار جنسی سمیه میرشمسی دستیار کارگردان. مروارید کاشیان گفت اگر همه ما زنها در سینما دهان باز کنیم نصف این شهر روی هواست. پس لطفاً شلوغ نکنید و ببندید تا فعلاً ما هم دهانمان بسته است به هزار دلیل. در پی انتشار گسترده روایت آزار سمیه میرشمسی در فضای مجازی هستی مهدوی فر بازیگر سینما در استوری اینستاگرام خود نوشت بله بترسید. این آب از آب تکان نخوردن موقتی است. به زودی سیل ویرانتان خواهد کرد. منتظریم. که این خبر نقض ماده 2 عدم تبعیض، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه و ماده 19 حق آزادی بیان است. خبر بعدی پولاد کیمیایی گفت به بعضی ها تجاوز نشده. خودشان خواستن و اتفاق افتاده است. پولاد کیمیایی بازیگر خائن‌کشی و گشت ارشاد فرزند مسعود کیمیایی با انتشار ویدیویی نسبت به اتفاقات اخیر در فضای سینما ببخشید در فضای سینما دوچار قهر مخاطب امروز ایران واکنش نشان داد. او از گروهی گفته که با سینمای ایران مخالفند چون هنر واقعیت‌ها را نشان می‌دهد و درباره جنبش میتو چنین اظهار کرده که با آن مخالفتی ندارد اما ناخالصی دارد و گفته به بعضی‌ها تجاوز نشده. خودشان خواستند و اتفاق افتاده و حالا ناگهان نقش دختر مظلوم را بازی می‌کنند. او همچنین در واکنش به کسانی که او را در اینستاگرام آمریکایی خطاب کردند میگوید پدر بزرگ من به جبهه 6 تریلی داد که همهشان از بین رفتند و تنها یک رسید گرفت. پولاد کیمیایی ضمن انتقاد به فضای اینستاگرام دلیل فیلتر نشدن این شبکه اجتماعی را ایجاد فساد میداند و در این ویدیو همچنین میگوید با یک جمله اصغر فرهادی حکم جلب او را دادند. که خب متاسفانه اظهارات آقای پولاد کیمیایی واقعا متاسف کننده هستش. به هر حال اتفاقاتی هستش که برای همه میفته، چه برای بانوان چه حتی برای خود آقایون، و من به شخص خودم مخالف حرفایشون هستم. خبر بعدی بیانیه بازیگران زن ایرانی علیه آزارگران جنسی هست. شماری از سینماگران زن با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به آنچه که رواج خشونت و آزار جنسی در سینمای ایران خواندند نوشتند هر گونه خشونت، آزار و باجگیری جنسی در محیط کار از نظر ما محکوم است و برای توقف آن خواستار عواقب قانونی جدی برای متخلفین هستیم. در این بیانیه که امضای چهره‌های مطرحی چون نیکی کریمی، هدیه تهرانی، آلاله هاشمی، هنگام قاضیانی و پوران درخشنده را پای خود دارد آمده است، در ماه‌های گذشته زنان در بستری که با همت خود در طی جنبشی علیه خشونت جنسی فراهم کردند، روایت‌هایی حاکی از آزارگری و اعمال قدرت بر زنان در محیط سینما را منتشر کردند. گزارشاتی که نشان می‌دهد هر فرد صاحب قدرت و شهرت در سازوکار سینمای ایران از موقعیت خود برای قلدری، تهدید، توهین، تحقیر و تعرض به زنان بهره برداری می کند. بیان که نهادهای قانونی، اصناف خانه سینما، سینماگران و منتقدان آنها را وادار به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کارشان کنند. همچنین ویشکا آسایش، آزاده صمدی، مهران مهین‌ترابی، مستانه مهاجر، میترا حجار، نگار جواهریان، هستی مهدوی فر، نرگس آبیار، ستاره اسکندری و نسیم ادبی تنی چند از دیگر امضا کنندگان این بیانیه هستند.
خبر بعدی هم چیستا یسربی گفت: به من گفتند ساکت خودشان صیغه آقای فلانی شدند. یک روز پس از انتشار بیانیه جمعی از زنان سینماگر ایرانی علیه آزارگران جنسی می گذرد. حالا واکنش چیستا یسربی، نویسنده تئاتر و سینما و منتقد ادبی، ابعاد تازه به این بیانیه داده است. یسربی با اشاره های مبهم به اتفاقی مشابه که 15 سال پیش برایش رخ داده، نویسندگان این بیانیه را یک مش دروغگوی ترسوی موقعیت طلب معرفی کرده که در موقعیتی مشابه که او مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود به او گفته بودند خفه شو. 15 سال با وحشت، پنیک و استرس زندگی کردم و شما سیغه شدید. معشوقه یک روزه و یک ساعته شدید. جایزه فجر گرفتید. به عنوان خانم با وقار، متین و خوش حجاب سینما از شما یاد شد. روحتان و جسمتان را فروختید و مرا مجنون جلوه دادید و پولدار شدید. 15 سال در وحشت زیستم با اوسیدی حاد. مگر 15 سال پیش به من نگفتید چیستا خفه شد؟ در هر شغلی پیش می آید. ممنول کارت می کند. او وصل است. قدرت دارد. تو نه. من یک جا گفتم، مصاحبه کردم و جواب دادم. بعد در اوج ناباوری ممنوع کار شدم و شما فیلم ساختید، فیلم بازی کردید، جایزه فجر گرفتید. به عنوان خانم‌های با وقار و متین سینما از شما یاد شد، در حالی که صیغه دی آقای دیگری بودید. این سه تا خبر رو من مخصوصا پشت سر هم خوندم که واقعا میگم متاسف آدم میشه به خاطر اتفاقاتی که در سینما میگذره و خب بازیگران یا سایر هنرمندان به خاطر حالا شرم، اون تابویی که تو ایران هست، یا به خاطر اینکه شغلشون هست و مجبورن که شغلشون رو نگه دارن، یا خیلی دلایل دیگه، نمیتونن که از این اتفاقاتی که میفته صحبت بکنن خیلی هاشون، و خیلی هاشون هم که صحبت کردن مثل خانم چیستا یسربی ممنوع کار شدن یا بهشون گفتن که نه تو داری دروغ میگی. و آخرین خبر هم در مورد شهشهان، میراث گرانبهای قلب اصفهان که در حال نابودی است. از اصفهان، منطقه ابو اسحاقیه در محله شهشهان، حدوداً در ضلع غربی مسجد جامع اصفهان قرار دارد و پیشینه آن به قبل از اسلام برمی‌گردد که نشان دهنده دایر بودن زندگی شهری، محله‌ای و منطقه‌ای در این محدوده است. در دوره سلجوقیان مسجد جامع و میدان عتیق دولتخانه سلجوقی بوده و این منطقه رونق داشته است، اما در دوره صفوی بازسازی شده است. بافت وسیع از منطقه ابو اسحاقیه طی دوره‌های مختلف تخریب شده و تقریباً 8 خانه قاجاری و صفوی باقی مانده‌اند که طبق سناریوی متروک سازی، تخریب و طرح توسعه به حال خود رها شدند. این خانه ها با وجود آنکه قدمت تاریخی دارند، محله ناامن را ایجاد کردند. منطقه‌ای که در صورت احیا می تواند موجب درآمدزایی و انتقال هویت و تاریخ برای گردشگران باشد. این آخرین خبر من بود. ممنون از اینکه همراه من بودید. ممنون از شما خانم عبداللهی برای تحلیل اخبار. دوستان اگه مواردی هست که به اخبار هنرمندان اضافه کنید میشنویم ازت. خانم بیرجندی سلام و درود. من فقط میخواستم بگم خانم دژم در مورد این سه خبری که خانم عبداللهی ایراد کردن، حتما آخر یعنی در بحث آزاد حتما در موردش صحبت بشه. فکر کنم خیلی موضوع مهمی هستش. بله، من اتفاقا یادداشت کردم خودم که حتما بهشون بپردازیم در اینجا. خیلی هم عالی. سخنران بعدیمون سرکار خانم سامانه بیرجندی، بررسی هدف 5 از اهداف 17 گانه سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم بیرجندی بفرمایید. بله، خیلی ممنون. عرض سلام و درود دارم خدمت همه همکاران عزیز.
خب مهمترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق به این هدف انجام بدن، الف دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی ها از قبیل زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان و برقراری دسترسی زنان به منابع مالی، ارثیه و منابع طبیعی. و مورد بعدی هم ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمندسازی زنان هستش. مورد سوم تقویت و اتخاذ سیاست‌های مطمئن و مناسب و وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در کلیه سطوح که متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران در تحقق به این اهداف بسیار کوتاهی کرده و ما شاهد ظلم به زنان و انواع تبعیضات جنسی هستیم. اما منظور از تبعیض جنسیتی همان پیش‌داوری هاست که بر اساس جنس یک فرد اون رو تبعیض جنسیتی میگن و در جوامع سنتی که در اونا فرهنگ و احکام نقش اساسی در قوانین دارن، تبعیض جنسیتی و شکاف جنسیتی بسیاری وجود داره. جوامع بین المللی برای تاکید برای از بین رفتن شکاف‌های جنسیتی قوانینی رو در کنوانسیون‌ها یا میثاق‌های نظیر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک ارائه دادن. اما متاسفانه بر اساس گزارش ها شکاف جنسیتی در سال 2012 در مجمع جهانی اقتصاد از بین 135 کشور ایران رتبه 127 رو داشته در خصوص نابرابری بین زنان و مرد. و این نکته هم قابل توجهی که ایران رتبه پایین تری نسبت به کشورهای مالی، عربستان سعودی، مراکش، سوریه و غیره داره. اما با نگاهی که به قانون اساسی ایران داشته باشیم در مورد زنان و برابری جنسیتی، به این نکته میرسیم که در قانون اساسی یک اصل به زنان تعلق داره، اونم اصل 21 هست و طبق اون دولت موظفه که حقوق زن رو در تمامی جهات با رعایت قوانین موازین اسلامی تضمین کنه و امور زیر رو انجام بده، که یکیش ایجاد زمینهای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اوه و حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست. سوم ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. و چهارم ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سال خورده و بی سرپرست. و پنجم اعطای قیومیت، نمیچرخه زبونم ببخشید، قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت عهده آنها در صورت نبود ولی شرعی. قیومیت اشتباه نوشته شده اینجا. در اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق برابری هیچ اشاره‌ای نشده، ولی در اصل 20 و بند 4 این اصل حقوق زن و مرد یکسان تلقی شده. اما متاسفانه اصل برابری در دیه زنان، ارثیه، بحث طلاق، خروج از کشور زنان متأهل، اجازه همسر برای کار و مجازات های اسلامی و هزاران نمونه دیگر هستش که در قوانین مجازات اسلامی برای مردان و زنان وظایف و قوانین متفاوتی با مجازات های نابرابر در قبال جرم مساوی تعیین شده. بخش اعظم این قوانین و مجازات های نابرابر هم جنبه جنسیتی داره و قانون مجازات های اسلامی افراد نه به عنوان انسان بلکه به عنوان زن و مرد و دختر و پسر زیر سن دسته بندی میشن. این قوانین بر اساس مسلمان یا نامسلمان بودن افراد هم تفاوت داره. لازم به ذکره که بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش رو بکشه در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم میشه و در برخی موارد پدران
پس از بررسی موضوع که پدر به دلیل قتل فرزند اعدام نمیشه دست به قتل هم زدن. از سوی دیگه در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب قتل‌های ناموسی میشن رو از مجازات‌های سنگین معاف کنه. طرح جامع جمعیت و تعالی هم موردی هستش که به اون میپردازیم و اونم نابرابری حقوق زن و مرد در قوانین ایران که همواره یکی از بزرگترین دغدغه‌های اصلی فعالان این موضوع بوده. دغدغه‌ای که در یک سال گذشته با تصویب قوانین و ارائه لایحه‌های محدودکننده و خشونت آمیز علیه زنان به مسئله نگران کننده تبدیل شده. بخشی از این قوانین در راستای ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیت از سوی آیت الله خامنه ای تهیه یا تصویب شدن. ابلاغیه ای که با تاکید بر افزایش جمعیت و نرخ باروری در ایران امر اشتغال زنان رو محدود کرده و حریم شخصی اونها رو نقض میکنه. بخش دیگه از این قوانین اما به اعمال محدودیت و خشونت علیه زنان از طریق دخالت در مسئله پوشش اونها هست. در واقع حمایت کردن از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله طرح‌هایی بوده که مورد اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق زنان قرار گرفته و در فاصله کمی پس از تصویب این طرح و در حالی که نمایندگان مجلس سرگرم ارائه طرح سیانت از حریم عفاف و حجاب بودن، اسید پاشی های زنجیره‌ای در اصفهان اتفاق افتاد و نهادهای حقوق بشری در واکنش به این مسئله تصویب چنین قوانینی را یکی از علتهای زمینه ساز این اسید پاشی ها دونستن. و اما این طرح حمایت در مقدمه بر ضرورت حمایت قانونی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در مقابله با افرادی که با ضرب و جرح این اشخاص در واقع به اصل هشتم قانون اساسی تعرض کردن تأکید شده. همچنین بر اساس ماده واحد این طرح هر که فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کنه و در این جهت به اون صدمه جسمی یا جانی وارد بشه شامل قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا میشه. تفسیرهای این ماده هم بر تشدید و اعمال حداکثر مجازات نسبت به کسانی که مرتکب رفتار مجرمانه یا جنایت نسبت به امر به معروف و نهی از منکر میشن تاکید میکنه. و اما طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت هم بر اساس ماده یک این طرح تمامی اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام بشه به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت ممنوعه و اگر شاغلین حرفه‌های پزشکی این حکم رعایت نکنند به عنوان متخلف مطابق قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مجازات میشن. و بر اساس تبصره یک ماده موارد تهدید کننده سلامتی را از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام میکنه و همچنین ماده دو این طرح هم هر گونه تبلیغ درباره پیشگیری از بارداری و کاهش فرزند آوری در همه رسانه ها هم ممنوعه. بر اساس این ماده رسانه متخلف مطابق قانون مطبوعات در واقع. اما طرح سیانت از حریم عفاف و حجاب که در صورت تصویب به موجب این طرح ساعت‌های کار زنان نه تنها محدود میشه بلکه باید با رعایت و حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعت متعارف یعنی 7 صبح تا 10 شب باشه. در ساعت اشتغال در ساعت‌های شبانه این مسئله مشروط به دریافت مجوز از نیروی انتظامی شده. در این طرح همچنین مجازات های جریمه و حبس برای بدحجابی و کسر حقوق از کارمندان بدحجاب هم پیش بینی شده و واکنش آقای خامنه‌ای هم به سند 20 یونسکو این به این صورت بوده که اون اول نفری بوده که به این موضوع اعلام موضع کرده و در دیدار با معلم ها گفته که اینجا مبنا اسلامه، مبنا قرآنه، اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب، ویرانگر و فاسد و غربی بتونه در اینجا اینجور اعمال رو نفوذ کنه. آقای خامنه ای این گونه سندها رو مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران میدونه و همچنین در مورد الزام آور بودن یا نبودن اون هم گفته که یکی از کارهای
استادان است و سند BC باید تبیین شود. این جزئی از یک سند بالادستی سازمان ملل است و سند توسعه پایدار دست های پشت سازمان ملل دارند، برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می کنند. این غلط و معیوب است. اینها چه حقی دارند که درباره سنت کشورها اظهار نظر کنند؟ و همش هم باید است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در تاریخ 27 اردیبهشت 96 احضار داشته که موضوع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت های از سند BC یونسکو است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت های ملی و ارزش های اخلاق جامعه ایران در تناقض است. و در ده خرداد 96 هم وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران بیانیه به شرح زیر انتشار داده که چارچوب اقدام آموزش BC صرفا یک بیانیه است و در زمره پیمان‌نامه ها نمی گنجد و الزام آور نیست. و الزام آور نبودن سند چارچوب اقدام آموزش BC جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کرده است. و همچنین سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران هم در خرداد 96 در مورد سند BC یونسکو گفته که غیرقانونیه و مجلس ایران هم اون رو تصویب نکرده. اما طبق سند ابلاغ شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور، تمام تصمیم‌های هیئت دولت درباره پیگیری سند BC هم لغو شده و همچنین در ساعت‌های بعد در قالب خبرگزاری ها خصوصا اخبار فضای مجازی با درج عکس سند مذکور انعکاس وسیع پیدا کرد. مبنای آموزش و پرورش و نظام آموزش ایران هم ترویج و تحکیم نابرابری‌های جنسیتی است که همراه با فرهنگ سنتی جامعه دست در دست هم تبعیضات گوناگونی بر دختران و زنان روا می‌داره و دروس و رشته‌ها کنترل نمی‌شن تا خواستای ایدئولوژی نهادها تامین و برگزار شن. و در نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران خانواده به عنوان واحد جامعه تعیین شده و ماده 1105 قانون مدنی نظام میگه که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است و زن به عنوان همسر نقش خدمتگزار اصلی را به این واحد دارد و راهکارهای کاهش و از بین بردن شکاف و تبعیض جنسیتی: یکی، راهکار افزایش آگاهی جامعه است. دو، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و رشد سازمان‌های غیر انتفاعی زنان. اما در پایان فقط من به یک نکته خیلی کوتاهی میخوام اشاره کنم، اونم در مورد حضور زنان در ورزشگاه هست که چندی پیش هم اطلاع داریم که چه اتفاقی در مشهد افتاد که صحبت یک وکیل دادگستری رو فقط خیلی کوتاه براتون عنوان میکنم که ایشون گفتن که به بحث حضور زنان در ورزشگاه و اینکه آیا از بعد حقوقی معنی در این خصوص وجود داره، اعلام کردن که هیچ معنی وجود نداره و فقط اون رو از منظر فقه میتونن مورد بررسی قرار بدن که در واقع این در قانون ما نه تنها در قانون اساسی هیچ معنی برای حضور زنان در ورزشگاه وجود نداره. اشاره کردن که این موضوع فقط از به خاطر مباحث فقهی که وجود داره مانع شده تا کنون از حضور زنان در ورزشگاه ها، در صورتی که این در قانون ما در قانون تشویق هم کردن بانوان رو و هیچ جلوگیری از این موضوع نشده، ولی چون اشاره میشه به این موضوع که مخالف موازین اسلامی نباشه برمیگرده به اون قضیه فقه اسلام. سپاسگزارم از همه شما دوستان که تا این لحظه با من همراه بودین و من شنیدین. در خدمتتون هستم اگر که سوالی باشه. ممنون از شما. ممنون از شما خانم دیرجندی. اتفاقا اوایل سخنرانیتون دوباره مسئله اشاره کردین که باز به بحث آزادمون مرتبطه. مایکتون بسته است خانم دیرجم عزیز. مایکم باز اینجا. سلام هست؟ گفتم که اوایل سخنرانیتون به بحثی به مواردی اشاره کردین که احتمالاً با بحث آزادمون مرتبط باشه. اگه موافق باشید و بقیه دوستان هم برای بحث آزاد
راجبش صحبت بکنیم. ممنون از همگی، ممنون از شما خانم بیژندی. میریم سراغ سخنران بعدیمون، سرکار خانم آیلار اسماعیلی با موضوع روز جهانی هنر. خانم اسماعیلی، مایک برای شماست. با عرض سلام دوباره خدمت تمامی همکاران و همراهانی که در این جلسه ما رو یاری میکنن. روز جهانی هنر یک جشن بین المللی از هنرهای زیباست که توسط انجمن بین المللی هنر به منظور ارتقای آگاهی از فعالیت‌های خلاق و هنرمندانه در سراسر جهان اعلام شده است. نخستین روز جهانی هنر در 15 آوریل 2012 توسط همه کمیته‌های ملی و 150 هنرمند از جمله فرانسه، سوئد، اسلواکی، آفریقای جنوبی، قبرس و ونزوئلا حمایت شد. اما هدف این رویداد جهانی است، نه محدود به چند کشور خاص. این تاریخ به افتخار تولد لئوناردو داوینچی تصمیم گرفته شد. داوینچی به عنوان سمبل صلح جهانی، آزادی بیان، تحمل، برادری و چند فرهنگی بودن و همچنین اهمیت هنر در زمینه‌های دیگر انتخاب شد. لئوناردو دیسپریو داوینچی متولد 15 آوریل 1452 دانشمند، نقاش، مجسمه‌ساز، معمار، موسیقیدان، ریاضیدان، مهندس، مخترع، آناتومیست، زمینشناس، نقشه‌کش، گیاهشناس و نویسنده ایتالیایی دوره رنسانس بود. نبوغ او شاید بیش از هر چیز دیگری مورد توجه بوده است. لئوناردو معمولاً به عنوان نمونه بارز یک مرد رنسانس شناسانده می شود. از او به طور گسترده بزرگترین نقاش تاریخ یاد می کنند. عده‌ای نیز او را با استعدادترین شخصی می دانند که تا کنون در این جهان زندگی کرده است. این جشن به روش‌های مختلفی برگزار شد. به عنوان مثال، ونزوئلا نمایشگاه‌های هنری در فضای باز با نقاشی، مجسمه سازی، چاپ، فیلم و موارد دیگر و همچنین نمایش آشپزی فلورنتین به افتخار داوینچی برگزار کرد. رویدادهای بیشتری در سال 2013 در سراسر جهان از جمله موزه هنری شهرداری مونبوبلا در آفریقای جنوبی برگزار شد. هنر مجموعه ای از آثار یا فرایندهای ساخت انسان است که برای اثرگذاری بر احساسات و هوش انسانی یا به منظور انتقال یک مفهوم خلق می شود. امر هنری همیشه با زیبایی همراه نبوده ولی همواره با خلاقیت انسان همراه بوده است. همچنین می توان گفت هنر توانایی و مهارت آفریدن زیبایی است. از مهمترین رشته های هنری می توان به هنرهای تجسمی شامل نقاشی، طراحی، تندیسگری، عکاسی، خوشنویسی و چاپ، هنرهای نمایشی، تئاتر و رقص و دیگر هنرهای صنایع، موسیقی، ادبیات، شعر، داستان، سینما و معماری اشاره کرد. در علوم طبیعی هنر بزرگترین و مهمترین گزینه برای زیبایی‌گری و زندگی متعادل است. هنر را یک هنرمند در بر می‌گیرد. گرایش هنری با درک و احساس سر و کار دارد. در علوم فلسفه وجود هنر رابطه بسیار نزدیکی با متافیزیک و اگزیستانسیالیسم و رئالیسم دارد. دانشنامه بریتانیکا هنر را به عنوان استفاده از توانایی و تخیل در خلق آثار زیبا، محیطی یا تجربی که می توان به دیگران تقسیم شود تعریف می کند. البته هیچ توافق جامعی از اینکه چه چیزی اساس هنر را تشکیل می دهد وجود ندارد. ذات هنر و مفاهیم مرتبط مانند زیبایی و خلاقیت در شاخه ای از فلسفه به نام فلسفه هنر و زیبایی شناسی بررسی می شود. آثار هنر همچنین در رشته‌هایی مانند نقد هنری و تاریخ هنر نیز بررسی می‌شوند. در یک طبقه بندی جدید بر اساس کتاب استراتژی بازاریابی هنر از مهدی خادمی می‌توانیم تعاریف هنر را به دو دسته کارکردی و رویه‌ای تقسیم بندی کنیم. کارکردی‌ها عنوان می‌کنند که هنر برای تحویل یک هدف طراحی شده است و چیزی محسوب می‌شود که بتواند دارنده آن را در راه دستیابی به هدف کمک کند و وظیفه آن فراهم کردن تجربه های زیبایی شناختی لذت بخش است.
در مقابل رویه‌گرایان عنوان می‌کنند چیزی به عنوان اثر هنری محسوب می‌شود که بر طبق فرمول یا فرایندی مناسب ساخته شده باشد. صرف نظر از این که هنر چه هدف و مقصودی دارد، هنر می‌تواند در ابتدا کارکردی باشد اما در نهایت به صورت رویه‌ای عمل کند. هنر وسیله‌ای است برای به نمایش گذاشتن یک ایده ذهنی خیلی خاص که حداقل 10 نفر دیگر از آن اطلاع نداشته باشند. از موارد هنرهای ترکیبی به عکسبرداری و نقاشی می توان اشاره کرد. کارکردی ها ارزش هنر را وابسته به ماهیت آن می دانند. تعریف رویه گرایان صرفاً توصیفی بوده و مبتنی بر ارزیابی نیست. از تعریف رویه‌ای ارائه شده می توان به تعریف دیگری اشاره کرد که یک تعریف سازمانی محسوب می شود. او در درجه اول اثر هنری را به عنوان اثر تصنعی و در درجه دوم به عنوان مجموعی که از جنبه‌های کلیدی که از طرف برخی از نامزدها برای قدردانی از افراد فعال در منظومه هنر اعطا می‌شود. فعالیت‌های هنری نشان دهنده روشی برای بیان هستند که معمولاً توسط فرهنگ تحت تأثیر قرار می‌گیرند و به نوبت خود به تغییر فرهنگ کمک می‌کنند. به این ترتیب فعالیت‌های هنری نمود فیزیکی برانگیختگی خلاقانه درونی هستند. در حقیقت از زمان غارنگارهای پیش از تاریخ تا فیلم‌های مدرن امروزی فعالیت‌های هنری چنان بستر و راهی برای داستان‌سرایی و به تصویر کشیدن رابطه بشر با محیط و پیرامونش عمل کرده است. پرداختن به هنرهای مختلف می تواند از نظر روحی تأثیرات مفیدی را بر روی زندگی افراد بگذارد و باعث آرامش و کم شدن استرس و اضطراب در آنها شود. لازم نیست همه انسان‌ها هنرمند شوند. همین که با هنر در ارتباط باشند کافی است تا نقش هنر در زندگی افراد را ببینند. هر انسانی به طریقی دنبال آرامش است. یکی آن را در کاری که مورد علاقه اش است پیدا می کند، دیگری در ورزش کردن و هر کس به نوعی به دنبال آن است. شما با هنر می توانید به آرامش روحی برسید و همچنین احساساتی مانند عشق و نفرت، غم و شادی و صدها حس دیگرتان را بیرون بریزید و سبک شوید. این روزها هنر درمانی در خیلی از جوامع فراگیر شده و حتی خیلی از بیماری ها را از این راه درمان می کنند. در کل می توان گفت هنر درمانی برای غلبه بر استرس، خودآگاهی، بیان خود، افزایش خلاقیت هنری، ابراز احساسات و فوبیا کاربرد دارد. متخصصان در حوزه سلامت روان هم با آزمایشاتی که بر روی تعداد زیادی از افراد انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که افرادی که 2 ساعت و یا حتی روزهای بیشتری را در هفته به انجام کارهای هنری اختصاص می‌دهند، وضعیت روحی بهتری نسبت به افرادی دارند که زمانی را برای هنر نمی‌گذارند. چرا که هنر می تواند استرس شما را کاهش دهد و شما را از انزوای اجتماعی دور کند. اینجاست که نقش هنر در زندگی افراد خود را نشان می دهد. بیشترین تأثیری که هنر می تواند داشته باشد این است که به افراد کمک می کند تا سلامت روان خود را از طریق خلاقیت بهبود ببخشند و بدون نیاز به استفاده از کلمات خود را ابراز کنند. با بالا رفتن سن و کم شدن ارتباطات با افراد و همچنین کاهش توان جسمی، هنر می تواند کمک بسیاری کند تا از نظر روحی و جسمی حالتان را بهبود ببخشید. بشر در طول تاریخ هیچ وقت بدون هنر زندگی نکرده و هنر از آغاز زندگی همواره همراه او بوده است. هنرمند هم مانند انسانهای دیگر در جامعه زندگی می کند، ولی یک فرق اساسی که بین او و بقیه افراد جامعه وجود دارد این است که هنرمند نسبت به مسائلی که در اطرافش اتفاق می‌افتد واکنش متفاوتی دارد. او با توجه به آنچه که می‌بیند و می‌شنود اثری هنری خلق می‌کند. زمانی که مسائل و دغدغه‌ها در قالب هنر جای می‌گیرند، می‌توانند تأثیر بهتر و متفاوت‌تری را بر افراد جامعه بگذارند. در این میان هنرمندی توانمند است که بتواند تأثیر بگیرد و تأثیر بگذارد. و اینکه او می‌خواهد واقعاً چه تأثیری بر مخاطب بگذارد و چه مفهومی را با هنرش برساند به خود هنرمند برمی‌گردد. نقش و تأثیر هنر در زندگی اجتماعی دادن امید و نشاط و حس خوب به انسان هاست. هدف هنر تأثیر است. اگر هنر تأثیر و ماندگاری نداشته باشد ارزشی ندارد. مطمئناً هر هنرمندی دلیلی برای خلق اثرش دارد و هر هنری تأثیر خود را خواهد داشت. هنر و تأثیر آن در زندگی انسان ها همیشه مشهود بوده است.
هر هنری به نوبه خود روح و روان انسان را پالایش داده و انرژی های مثبت را افزایش و انرژی های منفی را کاهش می دهد. ارسطو سالها پیش اصطلاحی به نام کاتارسیس را در هنر نمایش به کار برد. به این معنا که تماشاگر با دیدن رنج و عذاب قهرمان داستان با او همزاد پنداری کرده و بعد از به پایان رسیدن این غم و رنج در به دست آوردن تجربه عظیم شرکت می کند. شخص با دیدن یک سری از اتفاقات و بدون اینکه در آنها شریک باشد، دردها و رنجهایی را تجربه می کند. می توان این بُعد را به عنوان بُعدی از هنر دانست که به پیشگیری از بیماری های روحی می پردازد. هنر نگاه کردن از دیدی دیگر به زندگی است. هنر قرار است که ما را رشد دهد. اینکه ما با نگاه کردن به دنیای اطرافمان به درک از هستی برسیم. زمانی که ما به درک مفهوم تأثیر و نقش هنر در زندگی افراد نرسیدیم، بیماری‌های روحی هم دقیقاً از همینجا بروز می‌کنند. افرادی که به طور مداوم مهارت‌های خلاقانه مانند نقاشی را انجام می‌دهند، با بالا رفتن سن دچار بیماری فراموشی نمی‌شوند. نقاشی وسیله‌ای برای رسیدن به آرامش روحی است که افراد با استفاده از آن شخصیت خود را بروز می‌دهند. دید هنری و مهارت‌های حرکتی طی نقاشی بهبود می‌یابند. به دست گرفتن قلم نقاشی باعث افزایش حرکت دست‌ها و انگشتان می‌شود. این مهارت‌های حرکتی در زندگی روزمره هم به افراد کمک می‌کنند. نقاش احساس خود را از طریق نقاشی نشان می‌دهد و این باعث می‌شود تا هنرمند توجه دقیق‌تری نسبت به وضعیت روحی و احساسی خود داشته باشد، چیزی که شاید در حالت عادی حتی متوجه آن هم نشود. نقاشی به افراد کمک می‌کند تا احساسات درونی خود را بهتر بشناسند. نقاشی کشیدن نه تنها وسیله‌ای برای سرگرمی است، بلکه باعث رشد سلامت ذهن در همه سنین می‌شود و حسی از شادی و حال خوب را هم برای شما و هم برای اطرافیانتان برمغان می آورد. هنر در حکم یک زبان است. زبان بدی عواطف و هیجان‌ها و منعکس کننده عمیق‌ترین احساسات ارواح پرتلاطم. هنر از لحاظ بی‌شایبگی خود برتر از زبان است و از لحاظ بین‌المللی و جهانی بودن بر زبان‌های ملی تفوق دارد. متفکر بزرگ آگوست کنت معتقد است که هنر بخشی از زبان است که تمام افراد نوع بشر آن را درک می کنند و به معنای آن پی می برند. در نظر فیلسوف مزبور، هنر زبان حقیقی جهان است. هنر زاییده اجتماع بوده و در جامعه شکل گرفته و پدید می آید. زیرا هنر در خلأ شکل گرفته و پدیدار نمی گردد و هنرمند هنگامی که روایتگر عالم خارج است، به نمایش دنیای درونی که هیچ ارتباطی با عالم خارج نداشته باشد نمی پردازد، بلکه نمایش حیات باطنی و کیفیات نفسانیش بازتاب دهنده محیط وی بوده و حیات اجتماعی را منعکس می سازد. بدین ترتیب عواطفی که آثار هنری در ناظرین تولید می نمایند جنبه اجتماعی دارد. گویو در کتاب زیبای خود مسلم به هنر از لحاظ جامعه شناسی از نظریه فوق پشتیبانی نموده و معتقد است که هنر هم از لحاظ اصل و منشأ و هم از لحاظ هدف خود یک امر اجتماعی است. نویسنده مزبور در این باب میگوید هنر عبارت است از بست جامعه به تمام موجودات عالم طبیعت و به تمام واقعیات خیالی است و این بست و توسعه به وسیله احساسات انجام میگیرد. پس عاطفه هنری اصولاً اجتماعی بوده و نتیجه آن بست حیات فردی و شخصی است که با حیات وسیع‌تر جهان یکی گردد. پس عالی‌ترین هدف هنر عبارتند از ایجاد عواطف و احساسات اجتماعی. هنر با تولید عواطف و ایجاد سر ذهنی مشترک بیشتر از منافع و تمایلات دیگر که غالباً موجب اختلاف می‌گردند، اذهان و وجدان‌های مختلف را به هم نزدیک می‌سازد. هنر بیش از آنکه موجب تفرقه گردد، سبب اتحاد و نزدیکی می‌شود و رابطه دلبستگی عمیق میان دست‌های مختلف اجتماعی برقرار می‌سازد. احساساتی که در برابر آثار هنرمندان دست می‌دهد، یکی از مؤثرترین عوامل حیات خانوادگی و دوستی است. هنر در حکم یک زبان است، زبان بدی عواطف و هیجان ها. هیچ چیز به اندازه هنر
مبین افکار و احساسات شخصی نمیتواند باشد و سیر فرهنگ و تحولات انسانی و محیطی را که شخص هنرمند در آن قرار گرفته است نمیتواند بیان دارد. اگر بخواهیم انسان را بشناسیم و از تمام کیفیات گذشته و حال او آگاه شویم، هیچ چیز به اندازه هنر ما را بدین مطلب آگاه نمی کند. چه تمام تحولات بشر در هنر نهفته است، از قبیل جنگ ها، موفقیت ها، نابودی ها، مذهب، سطح فکر، افکار و احساسات. زمانی که آرامش برقرار است، هنر چیزهای دیگری عرضه داشته است تا زمان جنگ، استقلال فکری و عدم آن. تحولات زمان جنگ و خلاصه هر گونه نبوغ، ابتکار و خرافات در هنر نمایان است. اکنون جنبه جدی و فجیع هنر را می توانیم پی ببریم و اگر آن را در حکم بازی و تفریح بدانیم، جنبه مزبور همیشه در نظر ما مجهول خواهد ماند. ممکن است اشخاصی خود را فدای هنر نمایند، ولی کسی این از خودگذشتگی را درباره بازی و تفریح انجام نمی دهد. یکی از نویسندگان ژاپنی نیمه دوم قرن 19 می گوید هنر بزرگ آن است که در راه آن انسان خود را فدا نماید. هنر بازگو کننده عقده های نهفته در ضمیر جامعه است. از این جهت هنر می تواند نقش روانکاوی اجتماعی را داشته باشد که با بیرون کشیدن دردهای نهانی و عقده های پنهانی التهابات تاریخی و انفجارهای اجتماعی را التیام بخشد و جامعه را دوباره به سوی تعادل سوق دهد و ضامن سلامت و سعادت و شکوه و ترقی و تکامل آن گردد. هنر نقش بسیار مهم و انکارناپذیری در روند تکامل اجتماعی داشته و خواهد داشت. یکی از وسایل بسیار مهم پیشرفت بشریت هنر بوده و می باشد که اگر هنر و هنرمند در تاریخ بشریت وجود نداشت، تکامل جوامع انسانی بدین صورت که امروز شاهد آن هستیم ممکن نبود. هنر اکسیر تکامل، تحول، تحرک، ترقی و بالندگی و تعالی و سازندگی اجتماع انسانی است که در طول تاریخ وقتی که جماعتی گرد هم جمع می شدند و اجتماعی را شکل می دادند، دست به هنرآفرینی می زدند تا بتوانند بر اثر تعامل هنر و اندیشه و روح بشری روند تکامل جامعه را تسریع کنند. بنابراین هنر اساسی ترین نقش را در حرکت تحولات تاریخ انسان داشته است. در اهمیت هنر در زندگی اجتماعی حرفی نیست که تأثیر مثبت، فوری و حیاتی دارد و در آینده نیز برای روح جوامع انسانی نیازی است ضروری که هیچ جامعه‌ای بدون هنر نمی‌تواند روح پرنشاط داشته باشد. با آرزو بر این که در کشور عزیزمان ایران نیز بیش از این شاهد نقض حقوق هنرمندان کشور و بی‌اهمیتی به هنر و فرهنگ کشورمان نباشیم. سپاس از این که سخنرانی من رو گوش کردین. من مایک رو رها می‌کنم. ممنون از شما خانم اسماعیلی. یه سوال من داشتم، این چه روزیه روز جهانی هنر مصادفش به تموم ایران؟ اگر مایکتون بازه. روز جهانی هنر اولین بار 15 آپریل 2012 عنوان شده که از اون تاریخ به بعد 15 آپریل هر سال به عنوان روز جهانی هنر از اون یاد میشه و جشن گرفته میشه که اولین جشنهای هنری هم که در کشورهای مختلف در قالب ارائه دادن آثار هنری اجرا شده. نه، معادل تاریخ ایرانیش رو میخوام. معادل تاریخ ایرانیش رو من بیدونی چرا نمیپرسم؟ به خاطر اینکه من میخواستم بدونم که آیا این روز توی ایران اتفاقی میفته، آیا مثلا جشنواره‌ای داستانی، مرسی خانم دامت سه آبان، داریم که مصادف باشه با روز جهانی هنر، که تا جایی که من تحقیق کردم مثلا نداریم این رو، و ما توی تقویم ایرانی اسلامی در واقع یک روزی داریم، روز 20 فروردین، روز ملی هنر اسلامیه، اگه حالا عنوانش رو درست بگم. بله که... کاملا درسته، ما روز جهانی هنر رو در تقویم شمسی خودمون نداریم. بله، که سال 1372 پس از شهادت هنرمند متعهد و بسیجی شهید سید مرتضی آوینی در 20 فروردین شاعران و نویسندگان و هنرمندان حوزه هنری
به مقام معظم رهبری پیشنهاد دادن که این روز رو به عنوان روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری کنن، یعنی یه چیزی اینجا جایگزین این روز اصلی و جهانی شد. خانم رضاوند بفرمایید. خسته نباشید. من از آرا جان خیلی ممنونم، ولی من یه انتظار دیگه ای داشتم که در طول با روز جهانی هنر بشنوم. اینو به عنوان بیشتر احساس کردم مبانی مقدماتی هنر رو دارم گوش میکنم تو دانشگاه. ما اینجا هست، اولی که لازم نبود که مثلا از اون متن بخونی، چیزی که در هم مورد سوالی رو که خانم دژم کردن رو میتونستی مطرح کنی، یه سری آمار بدید. الان تو وضعیت این روز جهانی رو جشن میرن، الان من انتظار داشتم یه سری آمار بدی، یه سری مشکلاتی که در ارتباط با تو ایران یا تو جهان هست و چه وضعیت هنرمندان دارن و این روز رو چه کارهایی براش انجام میدن و برای این روز آیا هنرمندای ما چه فعالیت‌هایی میکنن یا محدودتر شدن یا اینکه فعالیت‌های در این زمینه کردن که این رو نشون بدن، چون زبان تیزیه دیگه، نه هنر زبان برنده و تیزی، یه شمشیر در واقع برنده‌ایه که خیلی ازش میترسن، بنابراین انتظار اون رو داشتم. اینکه ممنون میشم بعدها خودت به عنوان یک مقاله، نه این متنی که حالا برای سخنرانی بود بفرستی، ولی انتظار دارم بیا به عنوان یک مقاله یا همچین چیزی رو متنی رو آماده کنی، به عنوان مقاله بفرستی برای نشریه، برای به اسم خودت چاپ بکنی، ولی با این دید، چون این تئوری رو همه ما میتونیم توی مثلا بخونیم، اما این آمار و ارقام و محدودیت ها و مسائل رو که میتونه از قسمت های مختلف در بیارید فکر میکنم جذاب تر هستش و ما اونها رو میخوایم رو بشنویم. البته میدونم حالا شاید تجربه ای نداری، این رو به عنوان این راهکار دارم میدم، نه اینکه سخنرانیت خوب بود، خیلی اطلاعات خوبی بود، ولی این بیشتر مشتاق میکرد ما رو که در این روز جهانی ببینیم وضعیت هنر چیه، به خصوص توی ایران، اون رو مد نظرمون هست. اگر بتونی همچین مقاله ای رو تهیه کنه بفرستی، حتما به اسم تو چاپ خواهیم کرد. ممنون میشم ازت، ولی با این رو خسته نباشی. ممنون. بله منم خیلی موافقم که یعنی اصلا منتظر همچین چیزی بودم که یک مقایسه اینجا اتفاق بیفته، چون میدونم که روز جهانی هنر توی کشورهای دیگه خیلی اتفاقات بزرگی انجام میشه، کلی همایش و سمینار و جشنواره و این اتفاقات توی شاخهای مختلف هنری این روزا اتفاق میفته و میخواستم ببینم که واقعا توی ایران داستان روز جهانی هنر چیه. اما در آینده ممنون از شما خانم اسماعیلی. دوستان اگر موردی هست که بخواید اضافه کنی میشنویم ازتون. بله آقای منیری نوشتن که مصادف 26 و 27 فروردین روز جهانی. ممنونم. خب میریم سراغ سخنان بعدیمون. آقای امیررضا یغمور با موضوع مافیای هنر. آقای یغمور مایک برای شما. سلام میکنم خدمت تمام دوستان همکاران عزیز. بله امروز بنا به قرار قبلی متنی رو آماده کردیم در خصوص مافیای هنر، چه در داخل و چه در خارج از ایران و باندهایی که وجود داره، و خب به بررسی به اونها میپردازیم و گروه هایی که تو این زمینه نقش آفرینی میکنند. در ابتدای امر صحبت‌های یکی از کارگرانها رو نقل قول می‌کنیم برای شما که شاید جالب باشه. امیدوارم که در پایان بتونیم نظرات شما رو هم در این خصوص در واقع جویا بشیم و بدونیم. کارگرانی میگن آیا الوند، ایشون میگویند که در زمان کرونا من آدمی هستم که فقط با درآمدی که از سینما دارم زندگی می‌کنم و هیچ درآمد دیگه‌ای هم ندارم. در نتیجه کرونا برای من مشکل خاصی به وجود نیاورد، چون همون مشکلاتی را که داریم همیشه بوده. در شرط فعلی شاید این توقع است که صنوف یا مثلا خانه سینما در کنار اهالی سینما باشند، اما در واقع خانه سینما در ایران هیچ محلی از اعراب و هیچ معنایی ندارد. این خانه زمانی معنا پیدا می کند که بتواند به فیلمساز خود در دوران بیکاریش پول دهد یا کمک معنوی داشته باشد. سینمای ایران این اقتصاد را ندارد که بتواند
این کار را انجام دهد. به همین خاطر خانهش هم به درد نمیخورد و نبودش بهتر است. چون لاغل آن زمان یک دفتر کمتر داریم. این دفاتر فقط بروکراتیت هستند، مثل فارابی. در نتیجه کرونا روی من فشار ویژه‌ای نگذاشت. حتی خوب هم بود و چون مجبور بودیم در خانه بمانیم و کمتر هزینه هم می کردیم. من از کرونا به گونه خوشم می اومد. چیز خوبی بود. این وقفه از این منظر خوب بود که می توانست کمک کند تا بروکراسی اکران یک تجدید نظرهای رو در خودش داشته باشه. ولی عملا این اتفاق نیفتاد. یعنی میبینیم که با شلوغ شدن اکران همان سیاست‌های قبلی دو مرتبه تکرار شد و کماکان فیلم‌های عده‌ای از فیلمسازان در اکران نادیده گرفته می‌شود و فیلم‌هایی که به بوروکراسی مافیای اکران تعلق دارند سریعاً نمایش داده می‌شوند. منتها آنقدر تحلیل ندارند که الان وقت مناسبی برای اکران این فیلم‌ها نیست. در نتیجه آب از آب هم تکان نخورد و همان شرایط قبلی ادامه پیدا کرد. شرایطی که طی 13-14 سال اخیر از یک طرف مدیریت دولتی و از طرف دیگر پخش کننده ها و صاحبان سینما و بعضی از تهیه کنندگان به وجود آوردند. شرایط بحرانی است. سینما طبقاتی تر شده و فاصله درآمد بین اعضای که در سینما مشغول به فعالیت هستند به شدت عمیق‌تر شده. برنامه‌ریزی هایی که برای اکران می کنند به طرز وحشتناکی غیرعادلانه و نامنصفانه است. بیشتر کشورها صنعت دارند. مثلا برای سینمای آمریکا وزارت فرهنگ تصمیم نمی گیرد، بلکه دفاتر سینمایی هستند که تصمیم سازند و در کشور ما وزارت فرهنگ می خواهد تصمیم بگیرد. نظر نه فقط وزارت فرهنگ که دیگر ارگان ها هم تصمیم ساز هستند. یعنی اینها نباید هیچ دخالتی در اصل داشته باشند، چون این یک حرفه است. این شیوه از بن غلط است. راهکار درست در ایران تعطیلی سینماست. بالواقع سینما را باید تعطیل کنند، چون هیچ چیز آن شبیه سینما نیست. بگویند آقا سینما نمیخواهیم، حداقل این است که با این شرایط نمیشود، مگر امارات یا کشورهایی از این قبیل سینما دارند. موج جدید صحبت درباره مافیا و فساد بعد از خروج بازیگری مثل صدف طاهریان از کشور شکل تازه‌ای به خودش گرفت. این بازیگر که با بازی در نقش‌های فرعی بعضی فیلم‌های تجاری به عرصه سینما معرفی شده بود، بعد از خروجش از کشور درباره پیشنهادهای غیر اخلاقی در فضای سینما و تلویزیون ایران به بازیگران زن گفت و موضوع رو در واقع به شکلی باز کرد. پس از او فقیه سلطانی، بازیگر سینما و تلویزیون، با تایید بخشی از سخنان صدف طاهریان نوشت: خانم طاهریان، حرفای شما در مورد عده‌ای زیادی از دستاندرکاران سینمای ما متاسفانه درست است و مورد تایید است. بازیگر فیلم صورتی پس از این هم بیکار ننشست و نامه‌ای را که به امضای 30 نفر از بازیگران زن تلویزیون رسیده بود منتشر کرد. نامه‌ای که ماه‌ها قبل برای مدیران ارسال شده بود اما تا زمانی که در یک روزنامه منتشر نشد اثری متاسفانه نداشت. در بخشی از این نامه سرگشاده خطاب به معاون سینما آمده بود: امیدواریم شما برادر عزیز علت حضور این افراد را در لباس مقدس بازیگر که روز به روز به تعداد آنها افزوده می‌شود بدانید. امیدواریم شما برادر عزیز از پشت صحنه ناسالم غیر مطلوب اکثر پروژه‌های تلویزیونی و سینمایی با خبر باشید. از روابط آلوده و مافیای قدرتمند عده‌ای بی صلاحیت و متاسفانه شهوت پرست که روز به روز به نفوذ و قدرت ایشان آنها برای وارد کردن و آسیب وارد کردن به صحنه سینمای ایران افزوده می‌شود مطلع باشید. فیروز آذر که بازیگری را از 7 سالگی با بازی در فیلم‌های خالش تهمینه میلانی آغاز کرد، غیر از خانم میلانی با آقای قاسم جعفری، علیزاده، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، و ابوالحسن داوودی همکاری کرد. او در گفتگوی درباره بی اخلاقی هم اذعان کرده و در فضای سینما گفت: با عده‌ای بسیاری از کارگران روبرو هستیم که به جای آن که بازیگران شایسته را در تئاتر یا فیلم‌های شایسته و کلاس‌های آموزشی جستجو کنند یا حداقل با تست گرفتن و آگاهی از استعداد افراد آنها را شناسایی کنند، در محافل مهمانی‌ها و محافل خصوصی به دنبال کشف بازیگر هستند که مسلماً به این بی‌اخلاقی دامن می‌زنند. برای این قبیل کارگران فرق نمی‌کند
که طراح صحنه یا فیلمبردار و سایر عوامل چه میزان خلاق و حرفه‌ای هستند، بلکه بیشتر حواشی کار برایشان مطرح بوده و در این اندیشن که تا چه میزان این افراد زیر دست می توانند کمبودهای روحی، روانی، جنسی و مالی آنها را تامین کنند. او از سال 89 تا امروز جلوی دوربین هیچ کارگرانی در واقع به این علت حاضر نشد و خب ما شاهد کور شدن بسیاری از استعدادهایی هستیم که در تئاتر باقی میمونند و به عرصه در واقع ظهور استعدادشون نمیرسه. بازیگر دیگه که خانم صباواتی هستن، ایشون این بازیگر مدت هاست در فیلم ها و سریال هایی هم دیده نشده. درباره علل این کمکاری میگوید که اوضاع الان با بیش از 20 خورده سال پیش فرق کرده. من با تحصیلاتی که داشتم وارد این حرفه شدم و الان شما میبینید یک شبه یک آقا پسر یا یک خانم با پول میتوانند نقش هایی که من میتوانم در آن حضور پیدا کنم را میخرند. اکثر فیلم ها اینطور شده که تهیه کننده نقش را میفروشد، میگوید من 300 میلیون برآورد بودجه‌ام است، 100 میلیون یا 150 میلیون میگیرم، تو نقش را میفروشم. الان این در این حرفه ملغمه‌ای شده که من ترجیح میدم کار نکنم، چون کار هم که کنی پول نمیدهند. مرجان محتشم هم نیز از دیگر بازیگرانی است که خود را از حرفه بازیگری به گونه‌ای کنار کشیده است. میگوید از طریق طراحی داخلی امرار معاش میکند. بازیگر سریال پربیننده پس از باران در این زمینه میگوید محبوبیت بین مردم چیزی نیست که بتوان به راحتی آن را به دست آورد، ولی متاسفانه برخی ستارگان به دلیل ابزار شدن و ارتباطات غیر اخلاقی که باعث شرمندگی و تأسف است محبوب شدند، که به اعتقاد من این محبوبیت نیست. جایی برای کسانی که بخواهند با اعتقاد به عرصه سینما و هنر فعالیت سالم داشته باشند و بر هنر خود تمرکز کنند متاسفانه نیست. کسانی که تن به ارتباطات نامشروع و ارتباط ناسالم در این زمینه میدهند، جای رشد برایشان فراوان است. سبا کمالی هم، من به گونه مثالهایی رو برای شما میارم تا این قضیه برای شما در واقع ملموس‌تر شاید بشه و بعد بتونیم یک ذره این قضیه رو بیشتر تحلیل کنیم. سبا کمالی هم نیز چندی پیش در اعتراض به وضعیت حال حاضر سینمای ایران از فعالیت‌های هنری انصراف داد. این هنرپیشه سینما گفت من وقتی وارد این عرصه شدم شاید شرایط خیلی محترمانه تر بود. اوضاع هنر نسبت به چند سال اخیر چه از نظر مالی و چه از نظر اخلاقی خیلی خیلی بهتر بود. ولی چند سالی است که شرایط به گونه‌ای دیگری رقم خورده. امیدوارم شرایط درست شود، اما باید بگویم که من بابت هر جواب ردی که به پیشنهادات وقیحانه تهیه کنندگان سینما داده‌ام، آنها مرا 5 سال به عقب پرت کردن. یک مشت موجودات حقیر که اسمشان را هنرمند گذاشتن. خب تعدادی از بازیگرانی که من گفتم اکثرا خانم ها بودن که در تایید این موضوع مثال های فراوان دیگه هست که از حوصله صحبت قطعا خارجه، ولی خب من یکی از در واقع بازیگران مطرح سینما هم که در واقع مرد هستن رو هم آوردم که سهه گذاشتن در این مافیای فاسدی که وجود داره متاسفانه در سینمای داخل. بازیگر سریال دلنوازان شاهرخ استخری هم از معدود آقایان بازیگر است که درباره این مسائل حرف زده. او که کارش را با بازی در چند فیلم و تلفیلم آغاز کرده و سپس با سریال تلویزیونی دلنوازان به شهرت رسیده، درباره ابتذال در سینما گفت خیلی از جاها دعوت شدم که نرفتم. اگر می رفتم شاید بد هم نمی شد، انقدر این حاشیه ها را بلد هستم که همین الان یک بازیگر جوانی که اول راه است و حاضر است هر کاری بکند به من نشان بدهید تا به او بگویم چه کار کند تا بتواند ستاره سینما شود. خیلی هم نیاز به استعداد متاسفانه ندارد، شاید یک خانه مجردی به کارش بیاید. وضعیت در سینمای ایران انقدر بغرنج و پیچیده شده که دیگر اهالی سینما هیچ امیدی به بودان ندارند و به همین علت است که قصد دارن خودشان مستقل عمل کرده و صدای فریادهای خفه شدهشان را به گوش مردم و مسئولان برسانند. در این میان هر یک از سینماگران به گونه خاص خود عمل می‌کند. عده‌ای در صفحات شخصیشان در فضای مجازی به نقد مسئولان سینمایی می‌پردازند و عده‌ای دیگر اعتراض خود را در قالب یادداشت و مصاحبه با رسانه‌های
دغدغه‌مند و عدالت طلب سینمایی مطرح می‌کنند و برخی هم به اشکال دیگر قصد دارند فریادهای در گلوماندهشان را به گوش دیگران برسانند. چندی پیش پس از اعتراض احمد نجفی نسبت به وضعیت اکران در سینمایی در سازمان سینمایی اقدام به اعتراض کرد. این اعتراض در با پادرمیانی اهالی سینما و پذیرفته شدن آن نسبت به رئیس سینما سازمان سینمایی دستور به رسیدگی آن دادند، اما به دلیل عدم اقدام مناسب احمد نجفی در اعتراض به بی‌عدالتی جاری در حوزه اکران به وعده خود عمل نکردند و در شورای به اصطلاح صنفی ناکارآمدی نمایش را در واقع منحل کردند. این اتفاق باعث جنجال‌های زیادی در سینمای کشور شد و صدای بسیاری از سینماگران خسته از بازی‌های رایج در سینما را درآورد، زیرا این اعتراض متاسفانه به جایی نرسید و روش اعتراض به گونه‌ای مسالمت‌آمیز نبود. در این میان بسیاری از اهالی سینما که شاید سالها درد را تحمل کرده اما سکوت اختیار کرده بودند نیز فریاد خود را به طریق گوناگون در واقع برآوردند و خواهان برخورد جدی و قاطع با افرادی شدند که اختیار کل سینمای کشور را متاسفانه در دست خود گرفتند. اتفاقا در همه جا حضور دارند سینماگران خسته از مدیران چندین شغله سینما، خسته از حضور فردی نادان و غیر حرفه‌ای که سالها پیش تهیه کننده سینمای کودک بود و امروزه برای خود قدرتی به هم زده و در همه مراسم‌ها و جشن‌ها و جشنواره‌های سینمایی و شوراهای مختلف حضور دارند و سایر افرادی که سینما را ملک شخصی پدر خودشان می‌دانند، خواهان برچیده شدن دائمی دست‌های این افراد از عرصه فرهنگی و هنری کشور هستند. در همین راستا 8 تن از تهیه کنندگان و کارگران مطرح سینما کشور، آقایان کاظم راستگفتار، هارون یشایایی، ابراهیم اصغری، احمد امیر حسین شریفی، ابراهیم وحیدزاده، رهبر قنبری، کاوه سجاد حسینی و محسن شایان فر و با انتقاد تند علیه مدیران و مسئولان سینمای کشور با سینما پرس گفتگو داشتند. کاظم راستگفتار در واقع کارگران سینما در رابطه با مافیای اکران در سینمای کشور گفت: این را همه اهالی سینما به خوبی می‌دانند که ارتباط دوستی، باندبازی و بدبستان متاسفانه در شورای صنفی حرف اول و آخر را می‌زند. رانت‌خواری و باندبازی در حوزه اکران آثار سینمایی بیداد می‌کند. متاسفانه قانونی در رابطه با اکران وجود ندارد و آیین‌نامه اکران هم کشکی است. افرادی که در شورای صنفی نمایش حضور دارند حافظ منافع خودشان و جیب‌های خودشان هستند، نه حافظ سرمایه‌ها و آثار عموم اهالی سینما و هنر. متاسفانه وضعیت در سینمای کشور ما به گونه‌ای است که پول جای اخلاقیات را گرفته و هیچ ضابطه و قانونی در رابطه با اکران آثار سینمایی وجود ندارد. هارون یشایایی هم تهیه کننده پیشکسوت سینما که حتما خیلی از شما عزیزان باشون آشنا هستی در رابطه با مافیای اکران در سینما کشور این گونه تشریح میکنه موضوع رو: سیستم پخش و اکران فیلم ها در سینما ایران مشکلات پیچیده و عدیده ای داره و متاسفانه ما شاهد آن هستیم که افرادی که امکاناتشان بیشتر از دیگران است و خودشان تهیه کننده، پخش کننده، سرمایه‌گذار و سالن‌دار هستند، از اکران بهتری برای فیلم هایشان برخوردار می شوند و بسیاری از تهیه کنندگان سینما که این امکانات را در اختیار ندارند با مشکل عمده‌ای برای داشتن یک اکران عادلانه روبرو هستند. لزوماً همه تهیه کنندگان نمی توانند تنها مبادرت به فیلم های کمدی و پرفروش کنند. اگر این اتفاق بیفتد سینما با بحران ژانر روبرو می شود. از این رو تهیه کنندگان بر اساس دانش و سلیقه شخصیشان بعضن مبادرت به تولید فیلم هایی در ژانرهایی می کنند که شاید مخاطب چندان زیادی هم نداشته باشند. در واقع به گونه‌ای جریان های مافیایی حتی در ایران در حوزه سینما با توجه به جنبندی هایی که من کردم سلیقه سازی می کنند و خب این سلیقه سازی یک بحرانی هست در حوزه هنر و فردی که فیلم خوب ندیده، همونجوری که موسیقی خوب گوش نداده باشه، بعد از یک مدت تشخیص
کارگرانی خوب، سناریوی خوب و تدوین خوب رو نمیتونه بده و متاسفانه این بحران در ایران جاری هست و ما شاهد اون هستیم. اما توقع به در واقع ما از یه لحاظ رو هم بخوایم بررسی کنیم، حق دارند سینماگران ما که بخوان فیلم های با فروش بالا تولید کنن و در واقع فیلم های مصرفی تولید کنن. متاسفانه باند ها قدرت زیادی دارن و تهیه کنندگان اثر خیلی زیادی روی داستان ها و حتی کارگردانی ها دارن. میرحسین شریفی هم تهیه کننده سینما و تلویزیون در رابطه با مافیای اکران در سینما کشور با انتقاد تند و صریح نسبت به عملکرد منفعلانه مدیران سازمان سینمایی گفت: امروز باندبازی های حاکم در سینما بدتر از گذشته شده و مایه شرم و تأسف است که اداره سینمای کشور به دست یک شرکت پخش افتاده. آقایان حکومتی کجای این سینما هستند؟ چه کار این سینما هستند که با یک دفتر پخش برای همه اهالی سینما تعیین تکلیف میکنند؟ بنده معتقدم تهیه کنندگان سینما باید جلوی این اقدامات نادرست را بگیرن و با اتحاد و یک پارچگی مقابل مافیا ایستادگی کرده و حق خودشان را مطالبه کنند. امروز مافیا اداره سینمای کشور را در دست دارد. این باعث تأسف است که تعدادی افراد با نفوذ در تمامی شوراها میخواهند شرایط را به هر صورتی شده به نفع خودشان یا دوستشان تغییر دهد. خب به شکلی من باز کردم شکایت هایی که وجود داره در حوزه اکران، داستان نویسی ها، گروه های بازیگری که در واقع مثل یک هیولایی به جان بخش هنری و سینمایی ایران افتاده و خب این یک موضوع بسیار نگران کننده هست. از طرف دیگر فقط این مافیا در واقع گریبان دنیای سینما رو ها نگرفته، بلکه یک مافیا دیگه وجود داره در ایران در حوزه هنر که در با موضوع موسیقی در میانه و خب من اون هم چند تا مثال براتون آوردم و اون رو هم سعی کردم براتون یکم باز کنم که بتونیم به یک جمع‌بندی در آخر برسیم. دنیای موسیقی در واقع تایتلش به این شکله: دنیای موسیقی دست کیست؟ در پس هیجان فراوان حاصل از برگزاری تور کنسرت های بیشمار، تعداد انگشت شماری بودن که فضا را مدیریت میکردن. افرادی که نیازهای شنیداری موجود در جامعه را میشناختن، جوانان دارای پتانسیل شهرت را شناسایی میکردن و با استفاده از تمامی ظرفیت های تبلیغاتی خود از شبکه های ماهواره‌ای گرفته تا بیلبورد های شهری پول های کلان به جیب میزدند. بسیاری از فعالان موسیقی معتقدند که در این هنر مافیا یا به اصطلاح باند وجود دارد، به این معنا که عده‌ای بازار موسیقی را قبضه کردند. آنها نمی‌گذارند استعدادها به جایگاهی که لیاقتش را دارند برسند و فقط افرادی که مد نظر خودشان هست را به مخاطبان موسیقی معرفی می‌کنند. حامد محضرنیا یکی از کسانی است که به وجود مافیا در موسیقی معتقد است. می‌گوید 4 یا 5 نفر هستند که همه سالن‌ها را در اختیار دارند و سانس‌های کنسرت را بین خودشان تقسیم می‌کنند. در واقع مافیا و پولشویی‌های عجیبی در موسیقی کشور وجود دارد که اصلاً به نفع هنر نیست. این مافیا تیشه به ریشه هنر می‌زند. البته بحث باندهای موسیقی چند سالی است که مطرح شده است، اما در اواسط و اواخر دهه 90 به اوج خود رسیده. این خواننده درباره خواننده‌های یک شبه بیان کرد: تنظیم کنندگانی وجود دارند که خودشان تهیه کننده نیز هستند. به واسطه یک تیم بزرگ خواننده‌ای را یک شبه از فرش به عرش می‌رسانند. محضرنیا در خصوص رقابت ناعادلانه در فضای موسیقی اظهار کرد: خواننده‌ای که اوضاع مالی خوبی دارد مبلغ هنگفتی برای ساخت یک موزیک ویدیو هزینه می‌کند، چرا که موزیک ویدیو این خواننده قرار است در یک از فیلم‌های نمایش خانگی و یا تلویزیون پخش شود. با این شرایط اگر کسی بهترین صدا و استعداد رو هم داشته باشه، مجالی برای رقابت متاسفانه نداره. برای فهمیدن این موضوع مسابقه دوندگی رو شما تصور کنید که دست و پای یک دونده مستعد را در اون ببندن و 30 دقیقه پس از شروع مسابقه او را رها کنند و اجازه دویدن بدن. با چنین شرایطی واقعا میتوان در ایران در حوزه هنر و موسیقی هم رقابت کرد؟ خیر. خواننده قطعاً خواننده در واقع قطعه
این قطعه مشهور باز در ادامه میگه که اکثر مردم بر این باور هستن که خوانندگان پولهای کلان رو به دست میآورند. این در حالیه که هر خواننده تنها 5% از سود حاصل از برگزاری کنسرت نصیبش میشه. در ازای این 5% رنگ پیراهن خواننده هم به سلیقه تهیه کننده در واقع به تن اون می نشیند. به این ترتیب خواننده مانند کالای مصرفی می شود. کالایی که هرچی بیشتر تبلیغ بشود بهتر و بهتر به فروش می رسد و پول بیشتری به تهیه کننده می رساند. درست مثل چیپس و پفک. محضرنیا در پایان اضافه می کنه در دنیای امروز موسیقی دیگر استعداد جایگاهی ندارد و هر کس پول و قدرت تبلیغات بیشتری در فضای مجازی داشته باشد بهتر می تواند فعالیت کند. فقط حامد محضرنیا نیست که از فضای موجود در بازار موسیقی شاکی است. بسیاری از خوانندگان مطرح مانند محمد معتمدی نیز از باندهای موسیقی گلایه‌مند هستند. معتمدی مدتی پیش که در تور کنسرت رایگان برگزار کرده بود برای افراد نیازمند از اینکه بیلبورد تبلیغاتی برای فعالیت خیرخانه او در اختیارش قرار ندادند گلایه کرد. وی در صفحه شخصی خودش به این شکل موضوع رو تشریح کرد: دوستان خوب و عزیزم سلام، انتظارم 20 ساله شد و علی‌رغم تلاش‌های انجام شده امروز یک بار دیگر در آخرین مراحل از نصب بیلبورد کنسرت بنده جلوگیری به عمل آمد. البته کنسرت به قوت خودش باقی است و این مشکل فقط مربوط به نصب بیلبورد کنسرت بنده جهت اطلاع رسانی می باشد. در سال اخیر تقریبا تمام مسیرهایی که برای گرفتن بیلبورد به فکرمان می رسید را امتحان کردیم و از بسیاری از افراد یا مسئولین مؤثر در این حوزه کمک گرفتیم، اما ظاهراً دامنه نفوذ کارتل موسیقی ایران بسیار گسترده‌تر از آن است که فکر می‌کنیم. از همه بزرگوارانی که تلاش کردن ممنونم و امیدوارم که بتوانم کنسرتم را به نحوه احسن اجرا کنم. مافیای موسیقی همون در واقع تاجران و شرکت‌های موسیقی هستن که چرخه موسیقی رو میگردونن و عملا بخش صنعت موسیقی توی دستای اونها است. همونطور که قبلا گفتیم مافیای موسیقی دنبال سود زیاد توی مدت زمان کوتاه هستش. اگر به محتوای ترانه ها هم شما دقت کنید، ملودی ها و صداهای خواننده های امروز هم کاملا واضحه. این قضیه رو توش میتونیم به صورت مشهود ببینیم که خیلی ترانه ها و ملودی های فاخری نمیتونیم از توشون در بیاریم و بشنویم. بیشتر موسیقی ها در واقع یک شبه و مصرفی هن. در این حال قالب خواننده های نوظهور خیلی تلاشی هم برای خواننده حرفی شدن نداشتن و ندارن و آموزش خوانندگی زیادی رو هم ندیدن و تنها دوست داشتن که زود به اون شهرت برسن. این تمایل در اونها کمک خیلی زیادی رو به مافیای موسیقی میکنه، چون این اشتیاق باعث میشه که هر کاری که این کمپانی ها و شرکت ها بگن رو بیچون و چرا انجام دهن و هر چقدر خواننده باسوادتر باشه و داروی الگو برای خوندنش باشه، کمپانی و شرکت ها کمتر رغبت میکنن که با این افراد هماهنگی و همکاری کنند. مافیای موسیقی اعتقاد دارند که کار خواننده باید عامه پسند باشه و عموم جامعه اون رو دوست داشته باشن. در این حال مفاهیم سطحی تر و راحت تر بیان بشه که بتونه جامعه اون رو هضم کنه. اونها تمایل دارن موسیقی هایی ساخته بشه که این جنس موسیقی بهش به اصطلاح موسیقی کافه‌ای یا کاباره‌ای میگن، که نیاز روزمره افراد رو تامین کنه و نبود این بخش از موسیقی باعث شده که پای این نوع موسیقی به کنسرت ها کشیده بشه. در واقع جمهوری اسلامی با حذف موسیقی های عامه پسندی که در کافه ها، کاباره ها و یا در خیابان میتونه اجرا بشه، اونها رو به شکلی سازماندهی کرده که به عرصه ظهورشون در کنسرت ها کمک کنه و این باعث شده که مورد خطر قرار بگیره و صنعت موسیقی و هنر در واقع موسیقی ایران. تا اینجا شاید احساس کنیم مافیای موسیقی خیلی هم نگاه و عملکرد اشتباهی نداره، ولی مشکل اصلی اینجاست که این افراد تمام رسانه ها رو در دست دارن. از تمام رانت ها در این زمینه استفاده می کنن تا خواننده ای رو مطرح کنند. تاریخ انقضا هم داره این خواننده. ترانه هایی رو توی گوش مردم ملکه می کنن که یک بار مصرف و یا چند بار مصرف در نهایت و در نهایت عرصه برای شنیده شدن موسیقی خوب بسته میشه و این یعنی مرگ سبک ها، موسیقی ها و خواننده های واقعی که در این زمینه شاید استعداد واقعی دارند.
معرفی دو راهکار برای احیای موسیقی در ایران. راهکار اول، این بخش باید توسط سیاستگذاران کشور انجام بشه تا زمانی که خلع فضاهای کابار مانند، کافه مانند و موسیقی خیابانی ایجاد وجود داره و اینها ایجاد نمیشه و خوراک روزانه موسیقی مردم تامین نمیشه و باعث میشه تا مافیای موسیقی از این کمبود سوء استفاده بکنه. در صورتی که اگر این فضا رو داشته باشیم، اول از همه افراد بیشتری توی موسیقی میتونن فعالیت کنند و هم اینکه افرادی که مستعدتر باشن اونجا به عرصه ظهور برسه استعدادشون و در این حوزه پیشرفت کنن. در واقع اونجاست که مافیای موسیقی به خاطر بقای خودش مجبور میشه بهترین ها از هر سبکی رو انتخاب کنه و به عرصه اجرا در بیاره. در واقع مافیای موسیقی سرمایه‌گذاری خودش رو بیشتر معطوف میکنه به موسیقی فاخر و گوش شنونده هم به موسیقی فاخر عادت میکنه و توان تشخیص موسیقی خوب و بد رو هم میده. یکی از علایلی که متاسفانه ما ایرانی ها در واقع موسیقی خوب را از موسیقی روزانه و مصرفی تشخیص نمیدیم، نبود کلاس های هنری در سطوح در واقع آموزشی ما هست در مدرسه که به شکلی به شدت ابتدایی باقی میمونه و اگر افرادی بخوان از در واقع آموزش هنری استفاده کنن باید در مدارس در واقع خصوصی تحصیل کنن که خب بخش اندکی از جامعه را هم قاعدتا تشکیل میده. اما من به نظر من نباید ناامید شد، باید تو این مسیر حرکت و تلاش کرد. خوشبختانه به علت وجود فضای مجازی و دسترسی یکسان برای همه افراد با کمی تلاش و کمی حوصله و صبر میشه این گوش شنوایی و گوش هنری رو که من اصطلاحاً بهش میگم بالا برد و اتفاقات خوب رقم زد. فقط توی این راه باید حواسمون باشه که از مسیر اصلی هم خارج نشیم. گفتیم مافیای موسیقی ریسک زیاد انجام نمیده، پس اگر کسی میخواد از امکانات اونها برای پیشرفت کارش استفاده کنه باید توی عمل و فضایی که داره بهترین کار و بهترین استعداد خودش رو نشون بده و به شکلی صدای خودش رو در حوزه موسیقی، شاید هنر خودش رو در حوزه در واقع ادوات موسیقی در فضای مجازی به شکلی مطرح کنه و در نهایت جذب سرمایه‌گذارانی میشه که در حوزه موسیقی فعالیت دارند. خوشحال میشم بعد از این که در واقع متن من و نقل قول‌هایی که از من چنیدید رو در واقع تحلیل کردید من رو هم در جریان قرار بدید و بتونیم با هم یک گفتگوی رو در این زمینه داشته باشیم، چون موضوع بسیار مهمی هست. علاوه بر این من دوست دارم که فقط موضوع مافیای موسیقی رو معطوف به داخل نکنم و کنسرت ها نکنم. همونجور که میدونید برنامه ها وبسایت هایی که در حوزه نشر و تهیه کنندگانی که وجود دارن در خارج از کشور در حوزه نشر موسیقی مثل رادیو جوان هم متاسفانه خلل های زیادی رو برای خوانندگان ما ایجاد کردن و اون هم به شکلی مافیایی داره یک سری افراد رو پروموت میکنه، خواننده هایی که شاید از نظر حرفه‌ای این کار نبود ولی خب در صورت می‌بینیم که اسمشون زیاد هست، تبلیغاتشون زیاد هست و این اتفاق معطوف فقط به داخل ایران نیست و قطعاً ما باید کاری برای این حوزه هنر انجام بدیم به شکل بنیادی و هنرمندی که در واقع استعداد داره در این زمینه بتونه خودش رو به عرصه بیاره وقتی که پولی نداره که در این زمینه فعالیت کنه. ممنونم، مرسی. ممنون از شما آقای یعقوب، ممنون برای اطلاعاتی که دادید و نقل قول ها. دوستان ممنون میشم که نظراتتون رو در مورد سخنرانی آقای یعقوب اعلام بکنید، ولی من خودم نسبت به بخشی که به سینما و بازیگری معطوف بود که دوستان توی بخش بحث آزادمون در موردش حرف بزنم چون خیلی احساس کنم مرتبطه، اما در مورد موسیقی یادم افتاد به یک برنامه از تلویزیون داخلی ایران در مورد همین گروه ها یا خواننده هایی که به قول شما همطور که گفتید یک شب پا گرفتن
یکی از این بندها رو در واقع دعوت کرده بود توی یک برنامه و داشت ازشون میپرسید که چی شد که به این شهرت رسیدید، چرا مثلا این اسم رو بر این گروهتون انتخاب کردین، و اون آدم در کمال ناباوری گفتش که این اسمی که ما برای گروهمون گذاشتیم اتفاق افتاد به خاطر اینکه ما یه چیز دیگه نوشته بودیم ولی اشتباه خوانده شد از روز اول، دیگه ما گفتیم خب این اینجوری خوشگل‌تره، همینو ادامه میدیم میریم جلو. بله همینه که شما نمیشید و این خیلی عجیبه، یعنی اصلا میخوام بگم توی کوچکترین موارد هم حتی اصلا دقت نمیکنن، اصلا توجه نمیکنن و میانو به قول شما یک شبه بازار رو میگیرن دست. آقای ولیزاده دستتون بالاست، بفرمایید. سلام خدمت شما و همه همکاران عزیز. آقای یغمور، اگه درست بگم اسمشون، آقای یغمور به یک مطلبی اشاره کردن که مافیای سینما و موسیقی است که خیلی جای بحث داره. متاسفانه الان توی ایران یکی دو تا تعدادشون از انگشته یک دست هم کمتره، آهنگساز هستن که پول میگیرن، رسانه در اختیارشونه و پیج های اینستاگرام در اختیارشونه، پول میگیرن یه بله اشاره هم کردن های یغمور، پول میگیرن و یه آهنگو انقدر به اشتراک میذارن، انقدر این رو در موردش تبلیغات میکنن که مردم ناخودآگاه میان سمت اون آهنگ بشنن ببینن چی توشه، در صورتی که خالی از محتواست. این خیلی بده و خیلی نتایج و حاصل بدی داره. ما دیدیم توی یک چند سال اخیر که اینا میان یه خواننده رو که اصلا نه کلاس موسیقی رفته نه اصلا میفهمه موسیقی چیه، میان این رو مطرح میکنن، این به واسطه فضای مجازی یک سری دنبال کننده میگیره، همین باعث میشه که بقیه بشناسنش و در نهایت هم میره ترکیه و به سمت سایت های شرط بندی جهت پیدا میکنن. خب این اساسا این کار اشتباهی که هم موسیقی ما رو هم در مورد سینما هم همینطوره، الان هستن تهیه کننده و کارگردان که پول میگیرن نقش رو میفروشن، یعنی پول میگیرن از یه نفر میگن آقا تو نقش فلان رو بازی کن، تو امسال 5 تا فیلم بازی کن، تو سال بعد 10 تا فیلم بازی کن. این باعث شده که الان صنعت عرصه موسیقی و سینما ما دیگه به صورت صنعت نباشه و این خودش خیلی بعدها و همین الان هم نتایج بدی رو داره برای ما که این عرصه از صنعت بودن خودش دور شده و اینا همه برمیگن به اون آموزش های اشتباهی که به ما دادن جمهوری اسلامی و آموزش های درستی رو که ما ندیدیم. خیلی ممنون که به من وقت دادید، مرسی. ممنون از شما. بله من شارکت آقای سبزیان. خدمت همه عزیزان، من در این مورد خواستم یه موردی رو بگم. من حالا جالبه، ما مثلا بدون شک تمام علتهایی که حالا هر اتفاقی که میفته مثلا جمهوری اسلامی دخیله و اینکه اصلا شکی هم توش نیست و کاملا من با این قضیه موافقم، اما اون فیلمی که بازیگرش حالا پول میدم و میاد بازی میکنه و یک بازی ضعیفی هم ارائه میده، یا همون خواننده هایی که حالا مثال زدید، اینا رو میگید فضای مجازی بزرگ میکنه. خب آیا مردم فضای مجازی رو شکل نمیدن، تشکیل نمیدن، و اینکه ما خودمون هستیم که اینا رو گنده میکنیم، بزرگ میکنیم؟ و یکاش بریم به این موضوع هم فکر کنیم که هر چیزی که حالا مثال جمهوری اسلامی میخواد آموزش بده چیزی رو، بکنم لازم نیست هر چیزی رو یعنی تأثیر بگیریم از جامعه. ما به نظر خودمون رو میتونیم انتخاب کنیم که چه چیزی گوش بدیم، چه چیزی ببینیم. حالا حداقل من تو زندگی خودم اینجوریم، حالا نمیدونم بقیه به چه صورت هستن، من هر چیزی گوش نمیدم، هر چیزی نمیبینم و حداقل برای چشای خودم، برای ذهن خودم، روان خودم، فکر خودم و وقت خودم ارزش قائلم. و این نظر شخصی منه. ممنون که ما کردید. ممنون از شما.
آقای یعقوب بفهم. من زیاد وقت رو نمیگیرم، دوستان دیگه هم نظراتشون هست، من سریع میگم. آقای سبزیان درست میفرمایند، ولی ببینید من از تجربه شخصی خودم میگم، زمانی که من دوست داشتم اینجا هنری رو یاد بگیرم، متوجه شدم که دانش آموزانی که اینجا تحصیل میکنن تو سیستم آموزشی هنرمند بار میان، به چه شکلی کلاس هنری دارن و به شکل خیلی حرفه‌ای باشون برخورد میشه، در واقع گوششون با هنر آشنا میشه، براشون فیلم گذاشته میشه. و خب من دوستانی هستن که اینجا دارن و بچه‌هاشون اینجا دانش آموزن، من به عنوان یک مثال شخصی میزنم، شاید خیلی حرفه‌ای نباشه، ولی اینها به شکلی در واقع با موضوع هنر کار میکنن مثل یک علم. و فردی که از این سیستم آموزشی بیرون میاد، به جای اینکه یک سری در واقع افکار مذهبی داشته باشه توی ذهنش که حالا ما اسمشو میذاریم حالا کلاس‌های علوم انسانی که برای ما گذاشتن، که واقعاً در حوزه فردی باید بهش بررسی بشه نه در حوزه اجتماعی، و به جای اون ما میتونستیم مسائل هنری رو در نظر بگیریم، میبینیم که بعد از که ما از سیستم آموزشی میایم بیرون، متاسفانه آموزش هنری ندیدیم و نمیتونیم تشخیص بدیم که یک هنرمند کی هست و یه نفر که حالا سلبریتی شده به واسطه در واقع فضای مجازی کی هست. و این قدرت عدم تشخیص، ریشه یابی وقتی میشه، متوجه میشیم که خب سرمایه‌گذاری رو این قضیه نشده. یعنی به نظر من حکومت مثل یک مربی، یک سیستم آموزشی رو نباید دست کم گرفت به نظرم. ممنونم، مرسی. ممنون شما. در ادامه صحبتتون یک بحث کلی تر اینه که وقتی توی ایران قرار یک اثر هنری گزینش بشه، توسط ارگان و افرادی گزینش میشه که اصلاً هیچ گونه آموزشی و حرفه‌ای و تحصیلاتی در این زمینه ندارن. من گفتم اینا به حرفتون اضافه کنم. خانم بیرجندی مایک برشون. سپاسگزارم. ممنون از آقای اقمور بابت سخنرانی خوبشون. من مخالف نیستم، یعنی تا حدودی موافق صحبتاتون هستم و همچنین آقای سبزیان. اول به این نکته میخوام اشاره کنم که خب متاسفانه ما در تمام زمین‌ها اگر بخوایم، حتی در اداره کشور هم، افراد شایسته و باسواد و در واقع کسانی که واقعا باید این کار رو انجام بدن سر اون کار نیستن. حالا اگر ما بخوایم اینو خوردش کنیم و در زمینه حتی ورزش هم نگاه بکنیم یا هنر هم نگاه بکنیم، در واقع این کارها به دست کسایی هستن که هیچ گونه سوادی یا تجربه یا در هر صورت شایستگی برای داشتن اینجور مسئولیت ها ندارن. مثلا حتی من میدونم یه تیم فوتبالی دست یک آقای روحانی که روزنامه اصلاحات در ایران رو هم داره. یعنی خب مثلا به نظرتون یه روحانی، یه کسی که حالا روزنامه داره، آیا میتونه مدیر مثلا یک باشگاه ورزشی باشه؟ خب نه، ما اینو داریم. این از این لحاظ خواستم خدمتتون بگم. مورد بعدی که میخواستم صحبت کنم راجبش، فرمودین که مثلا رادیو جوان رو مثال زدیم برای بولد کردن بعضی از خواننده ها. ببینید، در این که واقعا در ایران سواد در واقع آکادمی موسیقی بین خواننده های ما خیلی کم هست شکی نیست. ما امثال شجریان ها، استاد اصفهانی ها و خیلی از اینها خیلی کم داریم. اما موسیقی یا صدای خواننده یک چیز سلیقه‌ایه. یعنی شاید شما یک نفری رو که سواد موسیقی هم داره، صدای خوبی هم داره، دوست داشته باشید، اما من به شخصه اون صدا برام خوشایند نباشه، چون به هر حال موسیقی چیزیه که باید به دل و گوش بشینه. پس در این مورد هم نمیتونیم ما حتما بگیم که یک سری افرادی اومدن بولد شدن به خاطر اون حالا اون پلتفرم یا اون حالا جایی که فرمودید شما. این میتونه طرفدار یا کسایی رو داشته باشه که فالو کنن این خواننده ها رو، به خاطر اینکه حالا صدای اونا رو دوست دارن. شاید من و شما اینوی اون صدا رو دوست نداشته باشیم. و یه چیز دیگه هم که باز به نظر من خوب بود، حداقل این که تو کشور ما امکان این که خیلی از انسان ها استعدادی دارن و صدایی دارن اما
حالا بنا به نبود امکانات یا حتی حالا از هر نظر نتونستن اون رو به صورت آکادمی یاد بگیرن، اما این استعداد در وجود اون افراد بوده و شاید یه جایی مثل مثلا رادیو جوان یا رادیوهای دیگه که صدای این خواننده‌هایی که در ایران امکان اینو ندارن که صداشون انتشار بدن، این امکان رو به اونا داده و من از این بابت در واقع فکر میکنم که این جای تحسین داره که یه سری از افراد تونستن خودشون رو و استعدادشون رو به مردم حالا ایران یا فارسی زبان ها حداقل نشون بدن. و مورد دیگه فراموش کردم، ببخشید. مرسی، ممنون که مایک رو من دادید. ممنون از شما خانم بیژندی، ممنون برای مشارکت. من قبل از اینکه دوستان مایکتون رو باز کنم دو تا نکته بگم. اول اینکه باز در تکمیل حرفای سخنرانی در واقع آقای یغمو، این چیزی که آقای یغمو گفتن با استفاده از اطلاعاتی که من شنیدم و به دست آوردم، اینکه یک خواننده یک شب بولد میشه یک پروسسه و یک مجموعه انسان‌هایی دارن این وسط کار میکنن، یعنی هیر استایلیش داره، عکاس داره، هزار و یک قلم داستان داره که فقط به بهانه اینکه اون آدم پولداریه و میتونه از هزینه ها از پس هزینه ها بر بیاد بولد میشه، فارغ از اینکه حالا صدای خوبی داشته باشه یا نه، چون همونطور که هممون میدونیم این روزها ادیت و تکنولوژی این چیزا همه این چیزا کاور میکنه، اصلا مهم نیست که شما اصلا سواد، استعداد و حتی صدای خوبی داشته باشید. این از این موضوع. مورد بعدی در مورد رادیو جوان بازم یه نکته است، اونم این که رادیو جوان باز طبق اطلاعاتی که من دارم درسته که خیلی از آهنگ ها و خیلی از ترانه های خواننده ها رو انتشار میده، اما خیلی ها هم نیست، یعنی باز انگار اونم گزینشیه، یعنی مثلا من میدونم که آهنگ های شاهین نجفی رو نمیتونین شما توی رادیو جوان پیدا کنین، یا مثلا یه آدمایی که اینجوریان همه ی آهنگ هایی که بقیه جاها هستن اون تو نیستن. این چیزیه که من خودم به شخصه باش مواجه شدم و مسئله‌مه. من اول ما که آقای یغمو رو باز میکنم چون احساس کردم که در جو صحبت های خانم بیژندیه، بعد آقای ولیزاده برای شما بفهمید. خواهش میکنم. ببینید یه مسئله رو نباید دست کم گرفت در خصوص پاسخ شما، مسئله در حوزه هنر مخصوصا مسئله سلیقه سازیه. ببینید حکومت ها، مافیا ها، باند ها سرمایه گذاری اولیه که می کنن در حوزه سلیقه سازیه، یعنی قطعا سلیقه ها متفاوته و این خیلی مسئله قابل تعاملیه، ولی اینکه ما بدونیم که سلیقه ها به چه شکل و به چه جهتی رشد پیدا میکنه و یا پسرفت میکنه، این هم موضوعی که ما باید بهش اهمیت بدیم. یعنی شما نمیتونید فرهنگ رو به حال خودش رها کنید. چرا فردوسی میاد، من اینو تمثیل میزنم، میاد در واقع شاهنامه رو مینویسه برای که میخواد یک در واقع اصولی از زبان فارسی رو حفظ کنه، نمیخواد در طول تاریخ به خاطر در واقع گفتار عامیانه یا هجوم در واقع زبان‌های دیگه این بنیان زبان فارسی عوض شه. هنر هم همینه. هنر اگر ازش محافظت نشه، اگر آموزش پشتش نباشه، در واقع سیر جمعیت به سمت نادرستی در واقع حرکت میکنه و مسئله اینه. ببینید اگر که در واقع این موسیقی، من همونجور که در متن گفتم موسیقی کاباره‌ای وجود داشته بود و همونجور که در زمان قدیم هم بود، به شکل خیلی بیشتر و موسیقی مصرفی، خب خیلی ها در واقع نیازشون مرتفع میشد و خب حل میشد قضیه. موضوع این نیست. موضوعی هست که سرمایه‌گذاری روی سلیقه سازی انجام میشه. ببینید در واقع این رو شما به عنوان یک موسیقی جالب اگر دیدیش، یک موسیقی خوب اگر دیدیش، این خطره. و اگر توان تشخیص موسیقی با کیفیت و مطلوب رو ازتون بگیرن، این خطره و بعد باعث میشه که تو عرصه جهانی هنری که شما سالها بهش میساختی، بهش مینازیدی، این از بین بره. و خب این موضوعی هست که در واقع مطرح هست. ممنونم، مرسی. ممنون از شما. یه مسئله دیگه باز من یادم اومد، داستان مارکتینگ کلن اینجوریه که سلیقه رو در واقع به ما غالب میکنن، مجبورمون میکنن که اون چیزها رو انتخاب کنیم. حالا توی همه شاخه‌ها، توی همه زمین‌ها میتونه باشه، از غذا، خوراک، پوشاک بگیرید تا چیزایی که قرار بشنویم، چیزایی که قرار ببینیم. این داستان رو هم
من گفتم به عنوان نکته مد نظرمون باشه. آقای ولیزاده ماکبر شماست. خیلی ممنون. من خواستم به یه نکته اشاره کنم که دوستانم در موردش بحث کردن. ما توی کشورمون خلأ داریم در مورد هنر. یک سوال پیش میاد که ما باید اینجا بهش بپردازیم، جایگاه هنر توی کشور ما کجاست؟ چه جایگاهی داره؟ ما توی کشوری هستیم که حکومتی که داره الان رهبری میکنه این کشور رو، جمهوری اسلامی، صدای زن رو حرام کرده. یا اخیراً دیدین که توی کنسرتی که توی یزد برگزار شد به دلیل وجود نوازنده زن کنسرت رو کنسل کردن. خب وقتی که ما داریم توی اینجور کشوری هست داریم با این مسائل، معلومه که هنرم جایگاهش میاد پایین، تو اون جایگاه اصلی خودش نیست و اون خلأ از سمت و سوی اون حکومتی که آموزش های لازم رو به کودکان نمیده. اگر آموزش لازم رو بده و جایگاه موسیقی هنر رو به اون بچه یاد بده کاملا میفهمه چجوریه. ما اگه خاطرشون باشه عزیزان، یک مدت موسیقی حرام بود توی ایران و ما بعدن دیدن خودشون که وقتی حرام کردن که اصلا نمیشه سرود ملی رو زد اگه حرام بشه، یعنی خودشون مشکل مواجه شدن. جایگاه هنر چیزی که الان جمهوری اسلامی به اون نمیپردازه و براش هزینه نمیکنه. همین چند وقت پیش آقای علیرضا افتخاری که یکی از خواننده‌های خوب کشوره و 3-4 دست داره میخونه، گفت من دارم درآمد زندگیمو از ساخت و ساز به دست میارم. یعنی بعد از 4-5 دهه فعالیت هم هنوز نتونسته به اون درآمدی که از هنر هست، از موسیقی هست، نتونسته به اون درآمد برسه و رفته داره یه کار دیگه انجام میده. یعنی چی؟ یعنی نگاه حرفه‌ای به موسیقی، به هنر نمیشه توی ایران و ما خلأ داریم در این مورد. جایی هست که صدای زن رو حرام میکنن، کنسرت ها رو به دلایل مختلف لغو میکنن، مافیای سینما داره، که همه اینا چیزایی که در نهایت برمیگرده به اون مدیریت اشتباه حکومت. خیلی ممنون که وقت به من دادید. ممنون از شما. خانم بیرجندی. نمیتونم سه. مرسی خانم دژم عزیز. من دقیقا نکته که میخواستم بگم فراموش کردم، در واقع در ادامه صحبت آقای یغمور شد و اینکه میخواستم بگم که خب از بعد از انقلاب دقیقا تا سال 70 من فکر میکنم یا 70 و شاید 2-3 بود، اما زمانی که شادمهر عقیلی مجبور به مهاجرت شد برای موسیقی پاپ آورد، فضای موسیقی ایران خیلی محدود و سنتی بود. بعد از اون زمانی که شروع شد یواش یواش یه سری موسیقیایی که خب الان اگه بخوایم بهش فکر بکنیم خیلی خنده داره تو اون زمان، ولی به خاطر اینکه یهو این اتفاق افتاد باعث شد که از یه فضای خیلی محدود و بسته یه دری باز شد و به هر حال دیگه اونجا دیگه سلیقه ها مطرح نشد، میدونید؟ یعنی یه سری موسیقی های اومد که مردم نشنیده بودن، براشون جالب بود، جدید بود و جذابیت داشت. خب این ادامه پیدا کرد تا الان و به همین سمت در واقع شکل گرفت سلیقه ها اگر بخوام بگم. ولی نسل الان اگر بخوایم در نظر بگیریم، نسل های جدید در 80 و 90 زیاد به اون موسیقی ها علاقه ندارن و من فکر میکنم که ذهنشون از نظر انتخاب موسیقی حداقل بازتر از مثلا نسل ما هستش. مرسی، ممنون که مایکو به من دادید. ممنون از شما. بله، موافقم با اینکه تنوع و شکل‌های سبک‌های موسیقی در واقع خیلی بیشتر شد توی یکی دو دهه اخیر. خب دوستان، اگر موافق باشید ادامه این بحث رو که حالا در مورد هنر، سینما و مخصوصا جایگاه خانم‌ها باشه رو می‌ذاریم توی بحث آزادمون و میریم سراغ سخنران بعدیمون. سرکار خانم مرضیه مهدیه، وضعیت معیشت هنرمندان در هنرهای نمایشی.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و متشکرم از آقای یغمور و دوستان دیگه به خاطر صحبت‌های خوبشون. من در ابتدا میخوام متنی رو بخونم به مناسبت روز جهانی تئاتر که ماه پیش بود و گذشت، 27 مارس بود، و در خدمتتون هستم. سپاس از همه کسانی که عمر و داشته‌هایشان را در طبق اخلاص گذاشتند تا باعث شوند هنر دوام و قوام یابد، تا دلیلی باشند بر رشد و تعالی هنر بی هیچ چشم داشتی. هنرمندان تئاتر مسیر خود را یافتند و مسیری را انتخاب کردند که کمتر کسی یارای و پای رفتن را دارد. آنها مسیر خدایی شدن و آسمانی شدن را به خوبی دریافت کردند. آنها نه خلق را فروختند به دنیا و نه خدای خود را. تئاتر یعنی زندگی، یعنی تجربه‌ای که در دنیای واقعی نمی‌شود به آن دست یافت. اینکه می‌توانی خودت را به اشخاص، شخصیت‌ها و زندگی‌های مختلف تبدیل کنی، می‌توانی در تمام طول عمرت آدم متفاوتی باشی و زندگی‌های زیادی را تجربه کرده باشی. تئاتر یعنی عشق، دوستی، مهر، صداقت، تجربه و خیلی چیزهای دیگر که یک سن با چند انسان و استعدادی در ذات برای یک تئاتری پدید می آورد. تئاتر هنر با هم بودن است، هنر آموختن با شیوهی متفاوت، هنر تجربه های نو و شاید دست نیافتنی در دنیای واقعی، و شاید بزرگترین هنر در عصر حاضر هنر تحمل است و تئاتری که باشی هر روز چیزی را برای تحمل خواهی یافت. این روزها حال مردم جامعه زیاد تعریفی نداره و همه به یک نوعی با گرانی، کرونا، دغدغه‌های ذهنی و مسائل دیگر دست و پنجه نرم می‌کنن و در تلاش هستن تا روز خودشون رو شب کنند و شب رو روز. اهالی هنر هم از این قاعده مستثنا نیستن. کسانی که شاید چند سال پیش همین روزها با وجود تمام دشواری‌ها مشغول به حرفه و عشق خودشون بودن و از این راه تئاتر کم یا زیاد ارتزاق می کردن. اما حالا با این وضعیت، ویروس کرونا و خیلی از محدودیت‌های دیگه، منبع درآمدشون زمین‌گیر شده. سالن‌ها تعطیل، سینماها هر از جنگاهی باز میشه اما بیننده وجود نداره. تئاترها هم دیگه تماشاگری که قبلا داشتن رو ندارن. در این بحبوحه هر زمان که حرف از محدودیت میشه، اولین جایی که تصمیم میگیرن تعطیل کنن همین سالن‌های سینما و تئاتره. همین مسئله صدای اعتراض بازیگران تئاتر رو بلند کرده و برخی از هنرمندان به تعطیلی‌های مکرر و البته به وضعیت معیشتی متاسفانه بد خود و همکاران خودشون اعتراض کردن. اما این اعتراض‌ها که مشخصاً به جایی نمیرسه هیچ وقت. در طی سالهای اخیر شاهد موانع بسیاری در رشد تئاتر و پیشرفت اهالی تئاتر بودیم. بسیاری از اجراهایی که به دلیل سانسور شدید یا نگرفتن مجوز برای اجرا یا بعد از اون که در دوران کرونا به مشکلات زیادی برای اجرا برخوردند، بسیاری از اهالی تئاتر رو تحت فشار قرار داده. حتی بسیاری از افراد به شغل‌های دیگری روی آوردن تا بتونن امرار معاش کنن. طبق آمار در دوران قبل از کرونا هر شب به طور میانگین 80 تا 100 تئاتر روی صحنه تماشاخانه های کشور می رفت. اما با شروع دوران کرونا و تعطیلی سالن های اجرا، چراغ نمایشخانه ها یکی پس از دیگری خاموش شد و اهالی تئاتر نیز خانه نشین شدند. چند ماه پیش بود که شهرام گیلابادی مدیرعامل خانه تئاتر اعلام کرد که 25 هزار هنرمند تئاتر در چند سال اخیر با بی‌مدیریتی مسئولین و بستر در تئاتر در کشور از کار بیکار شدند، که البته این رقم تا کنون از این بالاتر هم رفته. از این رو با بی‌درایتی مسئولین کشور و بستن درها بر بازیگران تئاتر، وضعیت معیشتی این هنرمندان روز به روز بدتر میشه و قطعاً تعداد بیکاران تئاتر از آماری که چند ماه پیش اعلام شده به مراتب بیشتر هستش. پژند سلیمانی، شاعر، داستان نویس، نمایش نویس و مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه تخصصی تئاتر و سینما، در خصوص این مشکلات میگه که
با اینکه هیچگاه به تئاتر به عنوان یک منبع درآمد نگاه نکردم، اما به عنوان عضو خانه تئاتر و عضو خانه نمایش نامه‌نویسان در سالهای اخیر هیچ گونه حمایتی برای همکارام ندیدم. البته چندی پیش خبری مبنی بر کارت خانه تئاتر در جهت حمایت از هنرمندان اعلام شد که آن هم شامل هنرمندان نشد و همش سرگرمی و بازی بود. این نمایشنامه نویس و داستان نویس عنوان کرده به دلیل شرایط موجود کشور در ماه‌های اخیر و کنسل شدن اجراها، بسیاری از اهالی تئاتر تا میزان زیادی تحت فشار هستند و کسانی رو در این حرفه میشناسم که به مسافرکشی حتی روی آوردن و متاسفانه هیچ ارگانی هنوز هیچ حمایتی از آنان نکرده. مسافرکشی هم شغل شریفی است، اما دیدن اینکه یک هنرمند تئاتر مجبور باشد به جای شغل اصلیش کار دیگری انجام دهد تا بتواند امرار معاش کند بسیار دردآور است. ما فقط میتونیم غر بزنیم که اون هم نشنیده میشه و نه کسی حمایت میکنه. دولت و مجلس باید موقعیتی نسبی اقتصادی را برای تئاتر فراهم کنند، چون تئاتر نماینده شعور، روحیات و نشاط مردم یک جامعه محسوب میشه. تئاتری ها فقط نیاز به زنده بودن ندارن، بلکه میخواهند زندگی کنند. متاسفانه برای پیشکسوتان هنر نمایش به لحاظ زندگی معیشتی در ایران شرایط بسیار بدی است و هیچ توجهی در جهت بهبود این وضعیت نمیشه. فقط منتظر خبر فوت اونا میشیم و اون هم وقتی که فوت میکنن بدون تشییع جنازه و مراسم یادبود شایسته‌ای برای اونها، حتی مسئولینی که در مراسم مختلف مانند انتخابات و یا تبلیغات انتخاباتی از آنها استفاده کردند هم سراغی از اونها نمیگیرند. و اما برای کسانی که تنها شغلشون تئاتر، وضعیت معیشتی خیلی خطرناک شده. متاسفانه وضعیت تئاتر همیشه و به سختی بوده، مخصوصا الان با این وضعیت کرونا و بعد از کرونا شرایط برای جامعه تئاتر بسیار سخت شده. وضعیت معیشتی هنرمندانی که تئاتر تنها شغلشون هست خیلی خطرناکه. میبینیم که تمام مشاغل دیگر، مشاغل دولتی حتی اگر تعطیل هم باشن حقوقشون رو دریافت میکنن، اما بعضی از مغازه‌دارها، کارگران روزمز یا دستفروش‌ها مثل بازیگران تئاتری گرفتار شدن که البته میبینیم حتی این افراد هم به طور پنهانی در حال کار هستن. ولی وضعیت تئاتر حتی از سینما هم اسفناک‌تره و میتونیم بگیم که تئاتر بدبخت‌ترین صنف در این شرایط بوده. بسیاری که تئاتر تنها حرفشان است سخت در مضیقه هستند. این یک واقعیت است که تئاتر کار کردن در ایران شبیه به شهید شدن است و هرچه هم نسبت به این شرایط اعتراض شود بیفایده است و با این مقدار کمک هزینه ای هم که اعلام کردند به تئاتر اختصاص می دهند بیشتر افراد تئاتری را تحقیر می کنند، چون این دولت برای تئاتر ارزش قائل نبوده و مسائل و مشکلاتش را همیشه نادید گرفته. متاسفانه در این شرایط هنرمندان تئاتر در باتلاقی گرفتار شدن که مدام در حال فرو رفتن هستند و کاری هم از دستشان ساخته نیست. نمیتوانند عشقشان به تئاتر را پشت سر بگذارند و با تمام وجود به کار دیگری مشغول شوند. نمیتوانند با وضعیت معیشتی اسفناکی که مسئولین بیدرایت برای اونها فراهم کردن کنار بیان. این پوسیدگی وارد پایه‌های تئاتر شده در حالی که هنرمندانی که باید باشند رفتند و در این میان کسانی هم که موندن دلسوز واقعی تئاتر هستند. الهام پابه‌نژاد نیز با انتقاد از وضعیت معیشتی تئاتری‌ها گفته تنها صنفی هستیم که مدام تعطیل می‌شود در حالی که همه مشاغل به فعالیت خود ادامه می‌دهند. باشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها و غیره هر یک به طریقی راه فعالیت را می‌یابند و کسی هم نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد، چون مسئله نان شب شوخی نیست و ولی تنها جایی که همیشه زورشان به آن می‌رسد تئاتر و سینماست. بخش تولید سینما و تلویزیون هم کمابیش در حال فعالیت است، ولی تئاتر همین را هم ندارد و رسماً در صدر بیچارگی هاست. بدون هیچ تعارفی این همه سال از حق بیمه پرداخت می‌کنیم، حال در این وضعیت بیمه کاری نداریم. هیچ آب باریکه نیست که در این گرانی وحشتناک کمک حالی باشد.
لیلی رشیدی نیز با انتقاد از این وضعیت گفته شغل ما تفریح و تفنن نیست که مدام تعطیل شود. چرا متوجه نیستید؟ تئاتر شغل ماست و چگونه است که مدام و به راحتی آن را تعطیل می کنید؟ مگر می توان مثلا بازار تهران را که لبریز از جمعیت است تعطیل کرد و مانع کسب درآمد بازاریان شد و حال آنکه بازار نمی تواند خود را با شرایط تطبیق بدهد حمایت نشده ایم که این موضوع را به عنوان یک اصل پذیرفته ایم. برخی متصورند که پول همه بازیگران و عوامل تئاتر از پارو بالا می رود، اما واقعیت چیز دیگری است. بازیگرانی را تصور کنید که هر سال یک یا دو نقش فرعی بازی می کنند و کمینه درآمد تئاتر به آنها اختصاص داده می شود. آنها اکنون با کم شدن تولیدات سینمایی و تئاتری و باز بودن در تئاتر به روی بسیاری از انسانها که چیزی از تئاتر سر در نمی آورند، عملاً دیگر درآمدی ندارند. بسیاری از هنرمندان تئاتر تمام عمرشان را برای بازی کردن در تئاتر گذاشتن و کاری دیگر هم جز آن بلد نیستند. وضعیت دستمزد بازیگران تئاتر همواره وضعیتی ناگوار بوده و این مورد به وجود بیماری کرونا هم زیاد ربطی نداره، چون از قبل این وضعیت بوده و همچنان ادامه داره. بازیگران تئاتر هیچ دستمزد بالایی هیچ وقت نداشتن که حالا به فرض مثال با آمدن بیماری کرونا اون دستمزد به خطر افتاده باشه. بازیگران تئاتر بیشتر برای دلشان کار میکنن. ماها سر تمرین میرن، بعد از یک ماه روی صحنه حاضر میشن و وقتی دستمزدشان را محاسبه میکنیم میبینیم کمتر از نصف حقوق یک کارمند حتی هست. زیرا هر بازیگر گاهن تا 5 ماه درگیر یک اثر تئاتر میشود. در تئاتر همه روزه باید تمرین کرد. حداقل 1 ماه روی صحنه رفت و انرژی چندین برابری نسبت به سینما و تلویزیون خرج کرد. اما در انتها دستمزد کفاف معاش 1 ماه رو هم نمیده. بازیگران تئاتر هیچگاه اکثرا چشم داشتی به دستمزد خود ندارن. اما این انفعال و کار نکردن به واسطه بیماری و تنگ کردن شرایط باعث شده تا همه از لحاظ مالی و هم از لحاظ روحی تحت فشار قرار بگیرن. از سوی دیگر موجودیت تئاتر به مخاطب خود وابسته است. متاسفانه این روزها تئاتر مخاطب هم ندارد. بسیاری از بازیگران سختی را به جان می‌خرند و تمرین می‌کنند، اما در نهایت با صحنه خالی روبرو می‌شوند. تئاتر حداقل 4 ماه تعطیل شد. این تعطیلی باعث شد تا بسیاری از گروه ها بیکار بشن. بازیگران پولی نداشته باشن و مجبور بشن به شغل دیگری رو بیارن. متاسفانه آنچه مشخص است این وضعیت همچنان برای تئاتر ادامه دارد و مشخص نیست تا که این وضعیت برطرف شود. واقعیت امر قراردادها بیشتر از آنکه سندیت داشته باشن به تعهد اخلاقی افراد برمیگردن، وگرنه چندان قابل نقد شدن نیستند. اگر یک تهیه کننده دستمزد بازیگر را ندهد، آن بازیگر آنقدر مجبور به دوندگی می شود که هزینه رفت و آمدش از طلبش بیشتر می شود. همه چیز در تئاتر بیشتر شفاهی و بر اساس توافق اخلاقی صورت می گیرد، وگرنه قرارداد چندان قابل پیگیری نیست. اصغر همت با ابراز تأسف از وضعیت اقتصادی گفته که ظاهراً ضرب المثلی که میگوید سیر از گرسنه خبر ندارد سوار از پیاده، این روزها جای خود را در تئاتر پیدا کرد، چون مسئولان کار کرده و نکرده در این مدت حقوق خود را دریافت کردند، اما بچه های ما در کار کرایه خانه و فراهم آوردن مایحتاج عمومی خودشون موندند. پیش از کرونا بسیاری از گروه های تئاتری در سراسر ایران کما بیش مشغول اجرای نمایش بودند که به دلیل تعطیلات و شرایط فعلی از اجرا باز موندند و همچنان بلا تکلیف هستند. به اینها اضافه کنید گروه‌های در حال تمرین و نوبت اجرا را. رضا مولایی طراح و کارگردان میگوید در شرایط سخت کرونایی کارگاه‌های بازیگری را برگزار می‌کنم و تدریس بازیگری تئاتر همچنان ادامه دارد، اما در این 1-2 سال به علت شرایط نتوانستم نمایش اجرا کنم. تئاتر در وضعیت خوبی نیست و همه هم از شرایط ناگوار گروه‌های نمایشی خبر دارند. یکی از بزرگترین و دردآورترین اتفاقات این است که متاسفانه مدیران فرهنگی اصلا شناختی از تئاتر ندارند.
بسیاری از دوستان تئاتر تحت فشارند و امکان کار کردن ندارند. و آنهایی که مشغول فعالیت هستند با شرایط بسیار سختی مواجه هستند. تعطیلی ها و باز و بسته شدن سالن های نمایش فشار مضاعفی را به گروه ها وارد می کند. در واقع حمایت درستی از تئاتر صورت نمی گیرد و این هنر و حرفه در سیاست گذاری ها تنهاست و عدم وجود حمایت های مادی و معنوی نابسامانی های جدی به وجود آورده است. و تئاتر را دچار عسرت و پیچیدگی کرده و امروز در این حوزه با فاجعه بسیاری روبرو هستیم. تئاتر در همه جای دنیا هنری رها شده نیست و مورد حمایت قرار می‌گیرد و از آن برای توسعه فکری جوانان و اقشار مختلف استفاده می‌شود. مسائلی چون آموزش در سطوح مختلف از طریق تئاتر صورت می‌گیرد و این هنر به نوعی در عالی‌ترین نقطه گفتگوی انسانی قرار دارد. مشکل اقتصاد در تئاتر از مسائل اصلی و مهم امروز جامعه است و جزئیات آن در یک گفتگو نمی‌گنجد و امروز دولت در نگاه خود آنقدر دچار اشکال است که تبدیل به رقیبی بزرگ برای توسعه تئاتر شده و جایگاه تولیگری و تصدیگری را اشغال کرده و امیدواریم با نگاهی درست ترچیز در جایگاه درست خود قرار بگیرد و نگاهی عادلانه وجود داشته باشد که به توسعه جامعه هنر منجر شود. مشکل اصلی امروز نگاهی است که نسبت به تئاتر وجود دارد. برای رفع تمام این مشکلات راهکارهایی نیز وجود دارد. اتحاد اکثر اوقات باعث به ثمر رساندن درخواست هاست. اگر وضعیت پرهرج و مرج داخلی تئاتر و روابط اجتماعی بازیگرها با یکدیگر بهبود پیدا کند، باعث می شود تک تک این دوستان پشت به پشت همدیگر برای بهبود وضعیت بایستند و درخواست های خود را اعلام کنند. اگر تمام هنرمندان در هر یک از شاخه‌های هنری معنای اتحاد و ایستادگی را بفهمند و دوستی را بیاموزند، به مرور زمان زیادی می‌شود تغییر پیدا کرد. به واقع اگر می‌خواهیم تئاتر را نجات دهیم، باید به دنبال این باشیم که مشکلات این هنر از پایه و اساس حل شود. باید سرمایه گذاری جدی در تئاتر صورت گیرد. در این صورت بسیاری از تهیه کنندگان وارد تئاتر نمی شوند و برخی مشکلات مالی هم در پروژه ها صورت نمی گیرد. البته این مورد در همه جای جهان جواب می ده، ولی توی ایران با وجود این مسئولین شاید یک قرن یا شاید هم بیشتر طول بکشه تا چیزی بتونه تغییر کنه. متاسفانه اینجا خانه از پای بست خراب است و تمام این کمبودها به امید روزی که تمام این کمبودها بهبود پیدا کنه و وضعیت برای تمام شاخه های هنری و چه غیر هنری حل بشه. مرسی که صحبت های منو گوش کردید. من مایک رو رها میکنم. خیلی متشکرم. ممنون از شما خانم مهدیه. ممنون به اینکه به تقریبا همه نکات اشاره کردید در وضعیت هنرهای نمایشی در ایران. جا داره یادی بکنیم از آقای گلسفیدی، جایشون خالیه، توی جلسه همیشه انقدر دغدغه مندن توی این زمینه و انقدر از نزدیک همه این مسائل رو لمس کردن که کلی همیشه درد و دل داشتن. دوستان اگر در مورد سخنرانی خانم مهدی نظری دارید، ممنون میشم که من راهنمایی کنید بشنوید. خیلی هم عالی. بله، به امید روزی که واقعا حداقل هنرمندان و هنرهای نمایشی دغدغه نان نداشته باشن. انقدر دغدغه های دیگه دارن، مثل کنسل شدن اجراشون، مثل تایید نگرفتن از اداره فرهنگ و ارشاد که دیگه این یکی هم اضافه است. میرسیم به بخش فرهنگی جلسمون. آقای محسن سبزیان، نگاهی به زندگی و آثار مرتضی ممیز، پدر گرافیک ایران. آقای سبزیان، مایک برای شما است. بفرمایید. درود و مجدد خدمت همه عزیزان. صداتون خیلی من یواشه، آروم، پایینه. الان صدای من هست؟ آره، فقط از اینکه بلندتر صحبت کنید به کام اوکی باشه. خب من یکم بلندترم صحبت میکنم، اگر صدام اوکی بود، که اگر نبود بمیلان کنید برنامه شد.
طراحی گرافیک خوشبختانه البته به نظر من اونقدر جزئی از این دنیای مدرنی که الان ما داریم شده که تصور زندگی بدون اون قشنگ اصلا دشوار و غیر ممکن میتونه باشه. و بعضی از جهات ما شاید هم هرگز نتونیم بدون اون هم زندگی کنیم. پس میخوایم امروز در مورد یک موضوع خیلی مهم، یعنی روز جهانی گرافیک و اینکه چه اهمیتی داره، و در مورد پدر گرافیک ایران آقای ممیز صحبت کنیم. ارتباط تصویری که ما میتونیم اینقدر با جزئیات بگیم که به اندازه انگشتان دست ماست، یعنی اینقدر نزدیک و حساس. اگرچه این اتفاق و این کار گرافیکی میتونیم بگیم از یک تاریخ خیلی قدیم داره، یعنی از اون ابزارهای سنگی که در من بگم چندین هزار سال پیش بوده و تا الان که حالا دیگه به اصطلاح میتونیم بگیم از اون لوحهای سنگی به لوحهای دیجیتال تبدیل شده. که به طور خلاصه تاریخچه طراحی گرافیک داستانیه که کل وجود انسان رو میتونه در بر بگیره و این قدرت هم داره که حتی از طراحان گرافیک مدرن هم اعلام بخشتر و آگاهی بیشتری ارائه بده. در مورد این روز میتونم خدمت رو عرض کنم که در سال 1995 توسط پیم پاولسون معاون رئیس جمهور وقت اون زمان به منظور بزرگداشت بنیاد شورای گرافیک به طراحی گرافیکی در 27 آپریل 1963 تدوین شد این روز، که در ابتدا به عنوان روز جهانی گرافیک که در سال 2012 به روز طراحی ارتباطات جهانی تبدیل شد. تو کشور خودمون ما نیز یه چند سالی هست میتونم بگم که اهمیت طراحی گرافیک به خوبی درک شده، یعنی به همین دلیل که با تشکیل انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران روز جهانی گرافیک مطابق با روز جهانی اون روز، یعنی 27 آپریل هم بکنم میشه دقیقا 8 اردیبهشت اگر اشتباه نکنم، چون این بعضی موقع یه روز این برمور میشه، با عنوان روز طراحی گرافیک و روز گرافیست انتخاب شد. طراحی و اصلا خود طراح به نظر من و خود طراحی گرافیک یک روند خلاقونه است، یعنی که شخصی که میخواد طراحی کنه یا طراح باشه اولین به نظرم اون خصوصیت اون خصیصی که باید داشته باشه اینه که خلاق باشه، یعنی شما میخواید از هیچ تقریبا یک اثر خلق کنید، یک چیزی رو طراحی کنید و یک ذهنیتی میاد بزنید، یه تصوری، یه ایدهی به ذهنش طرف میاد به اون کسی که طراح هست و اونو میاد از ایده طرح تبدیل میکنه به یک چیز، حالا یک اثری که قابل مشاهده باشه. که این کار تقریبا میتونم بگم هم خود اون مشتری که حالا برای طرح شاید اصلا پیشنهاد داده و نظر خودش رو داده، یا اون شاید اصلا طرحی هم نده میخواد در مورد یک اتفاقی صحبت بشه و اون طرح ایده رو میده و اون طرح خودش و خود اون مشتری درگیر این قضیه میشن. میتونم بگم طراحی گرافیک برای انتقال پیام خاص هم میتونه مثلا به مخاطب یه هدفمندی خاصی داشته باشه. شما وقتی میتونید یک طرح گرافیکی رو طراحی کنید میتونید با اون طرح دیدگاه ها و نظرات مختلفی رو ارائه بدید. یعنی چی؟ شاید یک طرحی ساخته میشه برای مفهوم مثلا آب یا هوا یا محیط زیست، اما شخصی چون دیدگاه ها متفاوته، هر شخصی با دیدگاه خودش این طرح رو مسلما میبینه، میتونه اینو با دیدگاه خودش ببینه و این یکی از دلایلی که من میتونم بگم واقعا کارهای گرافیکی حد و مرز ندارن. و اینکه شما وقتی یک کاری رو طراحی میکنید یا یک کار گرافیکی رو انجام میدید، این میتونه به اندازه تک تک آدما یک دیدگاهی در مورد این طرح داشته باشه. اصطلاح طراحی گرافیک هم میتونم اینطوری بگم که میتونه به تعدادی از رشته های هنری حالا و حرفه‌ای اشاره داشته باشه، حالا که به صورت
ارتباطات و ارائه بصری هم متمرکز کنم. که روز جهانی گرافیک فرصتیه که برای ارج نهادن به تمام زحمات عزیزانی که واقعا تو این رشته دارن، هم تو کشور خودمون و هم توی کل این کره خاکی و آبی تلاش میکنن و کار انجام میدن. اما همون 27 آوریل که من خدمتتون عرض کردم یک علتی داره و یه هدفی داره. علت هدف روز جهانی گرافیک این بوده که طراحان رو به چالش بکشه تا تأثیر عمیق بر بهزیستی افراد در محیط‌های محلی خودشون داشته باشه. خیلی به نظر من نکته مهمیه و با استفاده از طراحی به عنوان وسیله‌ای برای احترام به تنوع فراتر از اون مرزها و مسلما بهبود کیفیت راه حل‌های ابتکاری که برای نیازهای اون میتونم محلی بگیم یا بخواید بهتر بگیم اون قسمت اون موقعیت جغرافیایی که هر ساله تو سال تو تاریخ 27 آوریل در روز جهانی گرافیک از یه سری شرکت کننده ها تو از سراسر جهان دعوت میشه تا توی این برگزاری این رویدادها و این افتخاراتی که حالا عمومی هم هستن اکثرا حالا لحظه‌ای از طراحی رو حالا جمع‌آوری کنن، یه نوآوری بروز بدن یا به اصطلاح بتونن بگم که زندگی کنن اون لحظه رو. و امروز یک مورد دیگه هم که میتونم خدمتتون عرض کنم، امروز طراحی گرافیک یه سری خدمات وسیعی رو داره در اختیار بشریت قرار میده. حالا توی عرصه‌های مختلف سبب یه سری آگاه‌سازی ها میشه برای افراد. چون من خدمتتون عرض کردم که هر طرح گرافیکی که ساخته میشه میتونه علت، هدف یا موضوعی رو به مخاطب خودش برسونه. البته ما طرح‌های گرافیکی داریم که خود اون طراح و اون هنرمند اینو بدون هیچ دلیلی، یعنی بدون کلمه‌ش هم یادم رفته، بدون هیچ هدفی پشت اون کاره، یعنی اون طراحی رو جوری طراحی کرده که اون شخص مخاطب به اون طرح هدف میده. میگم من یک کلمه‌ای هم داره انگلیسی حالا دقیق یادم نیست، ولی به این جور طرح‌ها و این هدف‌ها و این به این نوع طراحی گرافیکا گفته میشه. و یک نکته دیگه هم که خیلی مهمه و اینکه همیشه خدمت رو عرض کردم، بجز اینکه طراحی گرافیک نقش مهمی تو آگاه‌سازی افراد داره که میتونه در مورد حالا شیوع کنترل و اقداماتی مثلا مثال برای همین مهار شیوع ویروس کرونا هم داشته باشه. حالا از یکم فاصله بگیریم از روز جهانی گرافیک و برسیم به پدر گرافیک ایران آقای مرتضی ممیز. پدر گرافیک ایران اگر بخوایم یکم بیشتر توضیح بدیم، از آقای احمد شاملو، پرویز کلانتری، سهراب سپهری و غیره و همگی هم که از خود دوستان صمیمی آقای مرتضی ممیز بودن، مطمئنن وجود چنین انسانهای بزرگی میتونم بگم در زندگی آقای ممیز مسلمن بر موفقیت ایشون هم بی تأثیر نبوده و آقای مرتضی ممیز رو پدر هنر گرافیک میدونن، اینکه حالا من در ادامه در مورد کارهایی که ایشون هم کردن و طراحیایی که کردن بیشتر توضیح میدم. ایشون تلاش‌های واقعا زیادی برای پیشرفت این علم و این هنر در کشور کردن با وجود مخالفت‌های بسیار زیادی که بازم به نظر من نتونست اون فعالیت‌های خوب، یعنی جلوی این فعالیت‌های خوب رو تو این زمینه بگیره. دلیل نامگذاری ایشون به عنوان پدر علم گرافیک هم بنیان نهادن رشته گرافیک توی دانشگاه ایران توسط ایشون بوده که در این مقاله من قصد دارم حالا یه مختصری هم در مورد زندگی ایشون و یه سری قسمت‌های مهم زندگیشون بازگو کنم و اینکه یه سری کارهاشون رو که حالا ما هنوزم توی کشور خودمون هست و لوگوهایی که ایشون طراحی کردن صحبت کنیم و بهش بپردازیم.
من خب از تولد ایشون بخوام یه سری کوتاه شروع کنم و بیام به جلو. استاد مرتضی ممیز از مخالفان حالا اون زمان حکومت پهلوی بودن و مهمترین فعالیت های ایشون هم در دوران قبل از انقلاب انجام شده و عملا بعد از انقلاب مخالفت های گوناگونی مانع از انجام فعالیت های دیگه ایشون شد. آقای ممیز در روز چهارم از شهریور ماه سال 1315 شمسی در تهران و خانواده هنردوست متولد شد. از همون ابتدا هم ایشون علاقه خودش رو به طراحی و نقاشی نشون دادش که حتی در دوران متوسط در مغازه‌های تابلو نویسی فعالیت می‌کردن که در سال‌های بعدش هم تو دوره‌های دبیرستان ایشون از طریق کتابخونه فرهنگی سفارت لهستان با گرافیک آشنا شدن که این آشنایی از طریق مجله‌ای با همین نام بود. آقای ممیز در دانشگاه به سمت رشته نقاشی رفتن، در اونجا زیر نظر استاد بزرگ علی محمد ایدریان آموزش دیدن. این استاد از شاگردان استاد کمال‌الملک بودن. آشنایی ممیز با آقای سهراب سپهری، آقای پرویز کلانتری و چند تا مجسمه ساز و نقاش بزرگ کشور توی دانشگاه شکل گرفت. ایشون پس از فارغ التحصیل در سال 1344 به فرانسه رفتن و اونجا ادامه تحصیل کردن و میتونم بگم خدمتتون عرض کنم که ایشون توی هم فرانسه هم با هنرمند بزرگ که حالا معروفی که در اون زمان بود آقای خانم پیروزه صابری آشنا شدن و چند سال بعدم با ایشون ازدواج کردم که متاسفانه خانم صابری هم در سال 75 به دلیل اسفای میکنم متاسفانه زندگی این دو نفر در سال 75 به دلیل مرگ خانم صابری بر اثر سرطان به پایان یافت و اینکه به این شکل زندگیشون متاسفانه این هنرمندمون رو از دست دادیم. و میتونم اولین فعالیت‌های آقای ممیز رو توی کار آتلیه آقای محمد بهرامی از بنیانگذاران گرافیک نوین بدونیم که فعالیت ایشون توی آتلیه از سال 1337 تا 41 ادامه داشت و در اونجا هم علاوه بر همکاری با دیگر بزرگان هنر اولین فعالیت‌های حرفه‌ای کار خودش از جمله طراحی پاکت سیگار، جلد کتاب، طراحی لوگو و غیره انجام میدادن که میتونم تو فعالیت بعدی ایشون هم در کانون آگاهی زیبا در بخش تبلیغات بود که اشاره کنم که در این مکانم با آقای احمد شاملو آشنا شدن و پیشنهاد همکاری با ایشون در انتشار هفته‌نامه کتاب هفته رو به سمت تصویرگر و گرافیست پذیرفتم. و زیاد دور نشیم، ایشون توی قبل از سفر به فرانسه هم البته تو زمان دانشگاه خودشونم یعنی البته بعد از اینکه برگشتم از کشور فرانسه هم اقرار به راهندگی آتلیه کردم به نام آتلیه 42 که میتونم بگم فعالیت های آقای ممیز در دهه 50 بیشتر مربوط به فعالیت فرهنگیشون بود که بیشتر طراحی پوستر برای جشنواره و طراحی پوستر برای تئاتر و فیلم کردن. علاوه بر این میتونم در این موردم بگم در این سالها نمایش های نقاشی زیادی حالا به راه افتاد که در دهه 50 سندیکای های گرافیست های ایران هم در ایران در اون سالها تأسیس شد. البته میتونم بگم که این سندیکا به کمک دوستان نزدیک خود ایشون بود که انجام میشد و شروع به فعالیت کردن که در سال 57 هم نیست پوسترهای برای انقلاب ایران حتی طراحی کردم و پس از انقلابم آقای ممیز فعالیتهای برای تأسیس انجمن گرافیس انجام داده اما متأسفانه موفق به انجام این کار نشد. در ادامه ایشون فعالیتهای گرد همایی توی کافه ها آتلیه ها برگزار میکردن که ایشون ولی در نهایت تونستن یه سری تعرفه قیمت خدمات برای گرافیست ها تعیین کنن که در همون سالها هم متاسفانه به ایشون تهمت‌های سیاسی زده شد که حتی قصد اخراج ایشون رو داشتن از دانشگاه کردن و اما آقای ممیز از خدا رو شکر از این تهمت‌ها جان
سالم به در بردن و تونستن فعالیت‌های خودشون توی دانشگاه ادامه بدن، که پس از اونم با کمک آقای علی اصغر مهداش اولین دو سالانه طراحان گرافیک رو راه اندازی کردن که مدیریت گروه ارتباط تصویری عکاسی دانشگاه تهران رو از دیگر سمت‌هایی بود که آقای ممعزز داشتن، تو اون زمان به گرافیک‌های جهان جوان هم بسیار اهمیت زیادی میدادن و قائل بودن که باعث پرورش استعدادهای خلاقی تو همین زمینه هم شد. که میتونم از دیگر سمت‌های ایشون توی آخرین سال‌های زندگیشون بگم که میتونم به عنوان ریاست شورای سردبیر مجله نشان اشاره کنم. متاسفانه در نهایت آقای مرتضی ممیز که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کردن در سال 1384 و روز پنجم آذر ماه دار فانی رو ودا گفتن و جامعه هنر و علی خصوص گرافیست‌های ایران رو داغدار کردن. ولی اگر بخوام یه سری از کارها و سمت‌های دیگه که ایشون داشتن به صورت خلاصه و در انتها خدمتتون عرض کنم، ایشون ریاست کمیته ایرانی انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک، مشاور هنری کتابخانه دانشگاه تهران، ریاست دو سالانه های گرافیک در سه دوره ششم تا هشتم، مدیریت و طراحی هنری جشنواره بین‌المللی فیلم تهران از سال 52 تا 56 و اگه بخوام بگم خیلی میشه و در وقت این جلسه نمی‌گنجم. اما خدمتتون عرض کنم آیه ممیز فقط اینطوری نبود که در مورد فقط فعالیتشون به خود کشورمون مختص بشه و در طول زندگی خودشون بیش از 10 نمایشگاه اقتصادی در ایران و 2 نمایشگاه اقتصادی در کشور آلمان برگزار کردن که علاوه بر این کشورهای فرانسه، آمریکا، بلژیک و ایران و بیش از 70 نمایشگاه گروهی اصلاحی میکنم برگزار کردن. در کارنامه هنری ایشون هم بیشتر از 10 جایزه ملی و بین‌المللی هنری ثبت شده که یه سری از کارهایی که ایشون طراحی کردن و لوگوهایی که طراحی کردن، میتونم از لوگو استاندارد بگم خدمتتون که کار ایشون و طراحی ایشون بوده، لوگوی شهرداری تهران، لوگوی سازمان آتش نشانی و لوگوی شرکت سایپا و لوگوی سازمان چای کشور و لوگوی موزه رضا عباسی و این لوگوهایی بود که ایشون کار طراحیشو انجام دادن و از خودشون به یادگار گذاشتن. در کلام آخر میتونم بگم که آقای مرتضی ممیز در طول زندگی خودشون همواره به پیشرفت اطرافیان خودشون هم، حالا بغیر از این کار فعالیت هنری که می انجام میدادن، به اطرافیان خودشون خیلی اهمیت میدادن و بیشتر فعالیت های خودشون برای ارتقای همکاران و البته شاگردان جوانشون بود که حتی در سالهای آخر زندگی خودشون هم از این موضوع غافل نشدن و این موضوع رو ادامه دادن. خیلی ممنونم، امیدوارم که ما بیشتر قدر این هنرمندایی که حالا نمیتونیم بگیم حالا 100% ولی یک بخشی از قسمت‌های هنری کشور، و چون فقط پدر گرافیک که ما نداریم، ما پدر موسیقی کلاسیک داریم، پدرهایی که حالا بخش مختلف هنری هستن انجام میدن، بیشتر قدرشون رو بدونیم و اینا فراموش نشن. بازم ممنون که مایک در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما آقای سبزیان، ممنون به خاطر اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتیم. بحث تخصصی بود در زمینه گرافیک و آقای ممیز که واقعا نقش مهمی در گرافیک ایران داشتن و همچنان هم دارن، یعنی لوگوهایی که آقای سبزیان گفتن هنوز که هنوز بعد از کلی وقت هست، یعنی جایگزینی برشون هیچ وقت به وجود نیومد. خیلی عالی. دوستان اگر مسئله موضوع انتقاد پیشنهاد صحبتی هستش که در مورد بخش هنری باشه، لطفاً با علامت دست راه نمایی کنید تا بشنویم ازش. خیلی عالی. میریم سراغ بحث آزاد جلسه با موضوع حق امنیت کار، معضلات اشتغال هنرمندان زن در ایران. خب خوشبختانه امروز از اول جلسه، از موقعی که بحث اهل اخبار بود، کم و بیش به این موضوع اشاره شد و ما این موضوع رو موکول کردیم به اینجا که توی بحث آزاد راجبش بیشتر صحبت بکنیم.
اما من برای شروع فکرم راجع به یه موضوع حرف بزنم که اخبار جدیدیه، اتفاق جدیدیه که توی ایران افتاده و من یه سری اطلاعات راجع به این موضوع بهتون میدم، اطلاعات عمومی که در جریانش باشین و بعد راجعش صحبت کنیم. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پی انتشار اخباری از سوی زنان سینمای ایران در خصوص آزردگی و اعمال قدرت بر زنان در سینما با صدور پیامی از بانوان هنرمند و دردمند دعوت کرد تا در نشستی مسائل و مشکلاتشون رو در این حوزه مطرح و راهکارهایی رو ارائه بدن. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انسی خزعلیه که در این باره اینجوری نوشته: معاونت امور زنان و خانواده بر خود لازم می‌داند که گوش شنوای مطالبات زنان هنرمند در عرصه سینما ایران باشد و با دعوت از این عزیزان و با همکاری نهادهای مسئول و متولی برای طراحی و سازوکاری لازم سیانت از ایشان و منزلت زنان در این حوزه را یاری رساند. وی اظهار داشت که جایگاه زنان در هنر سینما و حضور مؤثر آنها لزوم سیانت از شأن والای این هنرمندان را طلب می‌کند. بنابراین خلأ قوانین و دستورالعمل‌هایی که حمایت‌های لازم و مفید باشه رو اینجا دیدیم و تصمیم گرفتیم که این جلسه رو بذاریم. همونطور که طی 4 دهه که از انقلاب گذشته زنان ما دوشادوش مردان در ارتقای علم، اقتصاد، سیاست و فرهنگ این مردم تلاش کردند و وجود ضوابط و ارزش‌ها و قوانین توانسته است یکی از سالم‌ترین و امن‌ترین محیط‌های اداری را در حیطه مسائل اخلاقی برایشان خلق کند. ترجیح دادیم که بشینیم و این مسائل رو بررسی کنیم. حرفای زد و نبید. دولت مردمی با شعار مبارزه با فساد خود را موظف با برخورد هر گونه فساد، تعدی اهم از اداری مالی اخلاقی میداند و هیچ گونه اقمازی در این مسیر بر نمیتابد. 12 فروردین بیانیه شماری از سینماگران زن علیه باجگیری جنسی در اعتراض به آنچه که رواج خشونت و آزار جنسی در سینما ایران بود منتشر. جامعه اساتید سینما ایران یا همان خانه سینما در پاسخ به این بیانیه اعلام کرد که هر گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی در شیوه های گوناگون در فرآیند فعالیت هنری و فرهنگی را محکوم اعلام می‌کند. زنان امضا کننده بیانیه اعتراض به خشونت جنسی رو در واکنش به پاسخش نوشتن که لازم است درخواست مندرج در بیانیه همین زنان سینماگر علیه خشونت جنسی که به امضای بیش از 300 زن دستن در کار سینما تا الان رسیده شفاف شود. هدفش چیه؟ هدفش تشکیل یک نهاد مستقل از مناسبات داخلی خانه سینما شامل حقوقدان، روانشناس، متخصص حوزه جنسیت، متخصص مدیریت منابع انسانی، متخصص حوزه خشونت جنسی و سینماگر باشه. کاظم غریب‌آبادی هم دبیر ستاد حقوق بشر نیز در واکنش به اظهارات درباره اعمال خشونت علیه برخی از بازیگران زن در عرصه سینما گفت: عرصه هنر جزء مهمی از فرهنگه و باید بدور از هر گونه آسیب باشه. کسانی که در این عرصه فعالیت میکنن باید به مسئولیت سنگینشون در قبال جامعه واقف باشن. از زنان به دلیل اینکه بیشتر در معرض آسیب پذیری قرار دارن در عرصه هنر و به ویژه سینما حفاظت، سیانت و حمایت شود. خب این بحثیه که جدیدن مطرح شده، نمیدونم تا چه حدی به اون داستان میتو رفت داره، اما یک بیانیه مطرح کردن بازیگران زن شاکیان از این اتفاقاتی که اخیرا داره میفته. من فکر کردم که بیان امروز راجع به این صحبت کنیم که اصلا چی میشه که این اتفاقا میفته، یعنی واقعا جایگاه هنرمندان زن توی ایران کجاست؟ آیا مقصر دولتمندان، قوانین و چیزیه که حاکمه؟ آیا مقصر ممکنه خود زنها باشن؟ آیا مقصر فرهنگیه؟ آیا آموزشیه؟
و به نظر شما چی ممکنه که ریشه این اتفاقات در ایران باشه؟ ممنون میشم که مشارکت کنید و 3 دقیقه هاتون رو رعایت کنید. سپاس خانم دژم عزیز، خسته نباشید دوستان. من یه موضوعی رو در مورد خودم با شما به اشتراک میذارم و این اینه که من زمانی که فکر کنم برای راهنمایی میخواستم برای رشته تحصیلیم رشته هنر رو انتخاب کنم و علاقه خیلی شدیدی هم داشتم که وارد عرصه سینما حالا یا تئاتر بشم، اما من همیشه یادمه پدر مادر من اجازه این کار به من ندادن و تنها دلیلشون هم این بود که به من میگفتن که محیط سینما فاسده. یه موضوعی از زمان گذشته بوده، این اتفاق که حالا یه مثالی هم دارم که حالا من بیان نمی کنم، ولی این مسئله از زمان گذشته بوده تا به امروز که حالا برای گرفتن نقش مشهور شدن، بازی در فیلمی یا چیزی، یک چنین پیشنهاداتی به قول معروف از طرف کارگردان یا تهیه کننده به اون هنرمند زن داده شده و خب یا اصلا پله های ترقی رو در زمان گذشته بر این مبنا میذاشتن و من حتی توی فیلم قدیمی چون به من نشونم دادن گفتن که ببین به این صورت هستش، خب این مانع شد. اینو میخواستم اشاره کنم که یعنی این فساد در سینما از گذشته تا الان بوده و نه فقط در ایران، در جای دنیا هستش. اما این که گفتید خانم دژم، سوالی که کردید که ریشه در کجا داره، تمام اینایی که شما فرمودید خودش هر کدوم بخشی از این مسئله است، یعنی هر کدوم به نوعی یک ریشه این مسئله هستش، حالا از فرهنگ، از یه چیز دیگه که میشه بهش اشاره کرد، حتی فقر هست و بسیاری از اینجور مسائل، یعنی از هر کدوم چند درصدی ازش در این قضیه دخیل هستش. اما الان سینمای ایران علاوه بر اون قضیه‌ای که هستش، خب با توجه به سخنرانی که آقای یعقوب کردن، دست مافیا هم درش دخیله، یعنی و ما شنیدیم، حالا اسم نمیاریم ولی خب یک نفر مخصوصا هست که بسیار شناخته شده هستش و همه اینو واضح میدونن و خب این روند همینجور ادامه پیدا کرده و متاسفانه بانوان هنرمند ما بسیارشون به این مسئله، حالا از سر این که دوست داشتن که مشهور بشن یا فیلمی بازی کنن، بازیگر بشن، و یا از سر به حال فقر و به حال درآمدزایی قبول کردن. ولی اون سری دسته از عزیزانی که در واقع تحت شرایطی قرار گرفتن و از دست دادن اون موقعیت رو، اون نقش رو یا اون فیلم یا حالا تئاتر رو از دست دادن به خاطر اینکه قبول نکردن، اونا کسایی هستن که واقعا اینجا در این بیانیه، حالا اگه اسمشون اومده یا صحبت کردن، اونا کسایی هستن که میشه راجبشون بحث کرد و صحبت کرد که چرا به اینجا کشیده شده و چرا باید این اتفاق بیفته. ولی متاسفانه همونجوری شما فرمودین، اون چند تا سوالی که گفتین، هر کدومشون در این قضیه به نوعی دخیل هستن و باید برای هر کدوم از این افراد که این اتفاق افتاده در واقع بپرسیم که ریشه این که قبول کردید این قضیه رو و این آزار جنسی یا این به حال یه اهانت هرچی که هستش رو چجور پذیرفتید. شاید اون از طریق اون که، البته من میدونم که جمهوری اسلامی این کار رو نمی کنه چون واقفه به این قضیه کاملا، این که حالا روانشناس و دکتر و وکیل و اینها بخوام بیان یه هیئتی رو درست بکنن، مطمئنا فقط یه شو هستش و ادامه دار نخواهد. ممنون، مرسی که مایک رو به من دادید. ممنون از شما. آره موافقم با حرفتون و اینکه آیا اصلا این بیانیه ها و این کمپین هایی که دامنفت آیا ممکنه اصلا مسئله رو حل کنه یا درستش بکنه، آیا
بعید میدونم این اتفاق بیفته، مشکل ریشه ایه. چه سخنرانی آقای یعمورم بود اتفاقا که خانم صدف طاهریان، اگه اشتباه نگم فامیلش رو، فکر کنم توی برنامه تلویزیونی هم حتی راجع به موضوع صحبت کرد، اسم چند نفر از دستاندرکاران این داستان رو هم توی ایران گفت که چجوری داره این داستان ادامه پیدا میکنه و بوده از قبل همچنان هست. یعنی مثلا راحت میتونم بگم 3 دهه داره این اتفاق میفته توی ایران و همچنان هم ادامه داره و تموم هم نمیشه. حالا اینکه واقعا چرا داره این اتفاق میفته، یا به قول شما خانم بیرجندی که گفتین بعد از اونایی که این کارو میکنن یا این پیشنهاد رو قبول میکنن بپرسیم، یکم عجیبه قضیه و البته سخت و دردناک. بله آقایم بفرمایید. بله، این که گفتید عجیب، به نظر من در شرایط کنونی خیلی هم عجیب نیست، چون شما زمانی که فقر رو و یه سری آیتم های دیگه وجود داشته باشه و در واقع اختلاف طبقاتی وجود داشته باشه مخصوصا بین قشر هنرمند، معمولا چنین فسادهایی به وجود میاد. و خب ما واحد نظارتی هم نداریم در سینما و نبود فقدان این واحد نظارتی، واحد مستقلی که حالا به فکر به صورت کاملا حرفه‌ای این قضیه رو پیگیری کنه، و خب هم سیستم فرهنگی که وجود داره که ترسی که برای بازگو کردن تجاوزهایی که احتمالاً اتفاق میفته و سوء استفاده هایی که از حالا بانوان توی حوزه هنر میشه، این دست کارگران ها و در واقع تهیه کنندگان و حتی بازیگرانی که توی این حوزه سوء استفاده میکنن رو خیلی باز میذاره. یعنی اینها در واقع یک چیز خیلی اپیدمی شده بینشون و هیچ نوع مانعی مرجعی نمیبینن که بخوان ازش در واقع بترسن. حالا چه راهکاری وجود داره تو این شرایط؟ من به نظر من حداقل اولین راهکار این هست که در واقع بانوانی که حالا تو این قضیه حضور دارن، هنرمندانی که حضور دارن تو این قضیه، خودشون در واقع کمپین رو ایجاد کنن، داره کم کم هم ایجاد میشه، علیه در واقع این سری از بازیگران و کارگردان ها که در واقع یک جو روانی رو حداقل برای اینها ایجاد کنن که حداقل برای ترس از اعتباری که در واقع وجود داره، اعتبار کاریشون، به شکلی به خودشون این اجازه رو ندن و جرئت نکنن. ما که متاسفانه نهاد نظارتی حرفه‌ای تو این زمینه نداریم و بعید هم هست که ایجاد بشه، چون این دست در واقع دست حکومت رو، وقتی این فساد وجود داره توی حوزه سینما، دست حکومت رو برای کنترل هنرمندان خیلی باز میذاره. یعنی به هنر، به کارگردانی که در واقع فاسد هست، اینها میتونن فشار بیارن، بالاخره با نهادهای اطلاعاتیشون هماهنگ هستن، فشار بیارن که در واقع سیستم رو به شکلی جهت‌دهی کنن که ما میخوایم فیلمسازی به شکلی باشه که ما میخوایم، و بازیگران زن هم به همین شکل در واقع ساکت کنن. و این موضوعی هست که در نهایت به نفع حکومت هست، ولی که میگم این بحث اعتبار کارگردان ها براشون خیلی مهم هست، حداقل توی حوزه جهانی کارگردانی که به صورت حرفه‌ای کار میکنن. برای همین به نظر من تنها راهکار همینه. ممنون از شما، ممنون برای مشارکت. یادمه که یک فکر میکنم یه سال پیش اینطورا یه کمپین همین میتو که توی ایران راه افتاد در مورد اساتید دانشگاه، مثلا اساتید دانشگاه رشته های هنری که توی ایران با دانشجوهاشون رابطه های جنسی برقرار کرده بودن و اون دانشجوها رفتن اعتراض کردن و یه سرسده خیلی بزرگی توی فضای مجازی را افتاد. نمیدونم واقعا تا چه حد تاثیرگذار بود، یهو شروع شد و یهو هم تموم شد، اصلا من هم نتیجه داد این داستانا یا نه توی ایران. خانم بیرجندی. خانم دژم عزیز، خانم باجالان قبل از من دستشون بالا بود، بله. خانمشون صحبت کنم من صحبت حتما بفرمایید. خانم باجالان
سلام دوستان، وقتتون بخیر. ممنون از فرصتی که من دادید. چند تا سوال پیش میاد توی این بحث در مورد سینما، در مورد تئاتر، موسیقی یا هر جای دیگه‌ای که به جایی میرسه که این بیانیه‌ای صادر میشه یا قبل از اینکه اون بیانیه صادر بشه زنانی اعتراض میکنن راجع به این مسئله. از یک قبل‌تر اگر بیایم نگاه بکنیم، یک مسئله‌ای که وجود داره همین تو دوستان گفته سوء استفاده از خانوم ها، یا اینکه اصلا چرا اتفاق میفته و ریشش در کجاست، یک مسئله است. مسئله ای که خانم بیرجندی هم بهشون اشاره کردن که این یک شعاف هستش، بیانیه صادر کردن و این گروهی که میخوان رسیدگی بکنن، به خاطر اینکه اصلا در دادگاه های ما رسیدگی نمیشه به همچین مسائلی. ببینین، یکی از دوستان اشاره کردن که از ترس خدشه‌دار شدن اون آقا یا اون کارگردان تهیه کننده و هر کسی که هست، این به خودش این اجازه رو نده. ببینین خدشه چجوری اتفاق قراره بیفته. یک اپیدمی و یک پاندمی وجود داره بین مردان سینمای ایران. حالا بعضی از مردان سینمای ایران اگر نخواییم جمع ببندیم، که حتی کارهایی رو که میکنن توی وایس هایی که ازشون پخش میشه یا جاهای دیگه عنوان میکنن بین هم دوستان خودشون و به عنوان پوان ازش استفاده میکنن، و یک سری از همجنس های ما به هر دلیلی که برای خودشون دارن با کارگردان یا تهیه کننده وارد این به اصطلاح لابی میشن و به شهرت میرسن، بعد از مدتی فراموش میشن. و مسئله من اینه که در اون فراموشی میان و شروع میکنن به اعتراض کردن. این زمانی که تا زمانی که این سیکل معیوب این شکلی ادامه داره، یعنی قاضی نیست که بهش رسیدگی بکنه، خود ما به عنوان زن اون بازیگر زنی که یک زن هنرمنده حاضر میشه که این شکلی بازی بکنه و برای مردها هم اتفاق پیش نمیاد، و اصولا زمانی به فکرش میفتیم که یک چیزی از یک مداری خارج شده، به نظرم این سیکل باطل همینطوری خواهد چرخید و نتیجه‌ای هم متاسفانه نخواهد داشت. همونطور که خانم دژم اشاره کردن، ما برای اون داستان دانشجوهایی هم که اعتراض کردن که شاید فکر میکنم توی نوشیدنیشون یک مایه ریخته میشد و بیهوش میشدن و به هر طریقی بهشون تجاوز میشد، برای اون هم اتفاقی نیفتاد. یعنی تا یک جای پیش میره استوب میشه و اصولا توی ایران این هشتگ ها تبدیل میشن، حل نمیشن. یعنی این هشتگ میاد یک موجی رو همراه خودش میاره و فضای مجازی رو درگیر میکنه و یک اتفاق دیگه ای اون هشتگ رو میخوابونه و هشتگ دیگه ای به وجود میاره و ثمره ای نداره. این هشتگ ها اصولا به نتیجه نرسیدن و متاسفانه ادامه دار هستن. مرسی از زمانی که دادین. متشکرم. ممنون از شما، ممنون از مشارکتتون. بله، موافقم که متاسفانه توی ایران مسائل ریشه‌ای اصلا بررسی نمیشن، چه برسه به اینکه حل بشن. فقط یه گذریه و یک شلوغی و بعدم تمام. خانم بیرجندی بفرمایید. سپاسگزارم. منم تا حدودی دقیقا خواستم صحبت ها که خانم باجران عزیز فرمودن رو بگم، اما یه چیزی میخواستم بگم اول خدمت آقای یغمر عزیز که فرمودن اگر نظارت باشه، با نظارت هم هیچ فایده ای نداره آقای یغمر. یعنی در واقع ما همون نظارتمون مشکل داره، و همونطور که خانم باجران هم گفتن، ببینید زمانی که میان و بیان میکنن شما فهم کنید مثلا جوابی که میشنون از قاضی یا اون کسایی که اومدن حالا یک داوری بکنن و یک کمکی به اون شخص بکنن، کما اینکه پارسال هم جز اخبارمون بود که یک خانم جوانی که عکاس بود و بهش تجاوز شده بود و شکایت کرده بود و قاضی چی بهش گفته بود؟ گفته بود که تقصیر خودت، تو حتما رفتاری کردی که به اون طرف اجازه دادی ازت سوء استفاده بشه. این جوابیه که در واقع از دولت، در واقع حمایت دولت که بخوام در نظر بگیریم در قبال اینجور هنرمندان، این جوابا بهشون داده میشه. و اما اگه دست انگشت به قول معروف اشاره روی افرادی باشه که
جز همون مافیای سینما باشن و اونا مطرح بشن که اونا این کارا رو انجام دادن، مطمئنن انقدر روابط دارن و انقدر افرادی دارن که خیلی ساده میتونن نه تنها در واقع اون کاری که کردن رو گردن بگیرن، مقصر اون طرفی رو میکنن که شکایت کرده علیه این موضوع. یعنی این اتفاق افتاده و میفته و من یکی به شخصه اصلا نه به هیئت و نظارت و نه قضاوت و هیچ چیزی در جمهوری اسلامی هیچ اعتقادی ندارم. سپاسگزارم که این وقت رو به من دادیم. ممنون از شما برای مشارکت. من اومدم بیرون. بفهمید آقای بله، در پاسخ به خانم بیرجندی، بله منظور از نظارت، نظارتی نیست که در قالب جمهوری اسلامی باشه. در واقع نظارت نظارتی هست که حرفه‌ای هست، همونجور که ما دیدیم. حالا به من گفته شده که اسم نیارم، یکی از تهیه کنندگان مشهور هالیوود که خب یک سری ارتباطات ریشه‌ای رو در هالیوود داره و خب از قدرت مالی و نفوذ بالایی برخورداره، ولی به خاطر استقلال ما نسبی، حالا ما میگیم هیچ وقت هیچ ایدئالی وجود نداره در نظام‌های جهانی، استقلال نسبی که سیستم قضایی آمریکا داره اون رو به میز محاکمه کشوند و در واقع خب دچار مشکل شد و دیگه نمیتونه فعالیتش رو ادامه بده و علاوه بر اون خب در واقع حکم و حبس براشون بریدن. علاوه بر اون بازیگرانی که توی هالیوود ما شاهدش هستیم، ما از سیستم نظارتی سیستم مستقل آگاه حرفه‌ای هست و در قالب حالا اون سیستمی که ما ایران میگیم که اون کاملا مشخصه و این موضوعی که مطرح میشه این هست. من یه موضوع دیگر هم میخواستم بگم، فراموش کردم، حالا اگر دوستان صحبتی دارن در واقع مطرح کنن، من دوباره وقت رو میگیرم. ممنونم. ممنون از شما. الان خیلی داریم در مورد بازیگران و سینما صحبت میکنیم، ولی اگر به صورت کلی تر مسئله رو در نظر بگیریم، به نظر من اول از همه هنرمندان زن در شاخه موسیقی توی ایران خیلی خیلی زیاد دچار تبعیض، بهتره استفاده کنم کلمه‌اش، هستن و اینکه اونا خیلی محدودیت‌های زیادی دارن توی ایران. اگر که خانم مهدیه باشن توی جلسه میتونن کاملا حرفای من به عنوان یک کسی که توی ایران داشته فعالیت موسیقی انجام میداده تایید کنن و اگر موضوعی در راجع به این موضوع که بخوام با ما به اشتراک بذارن عالی میشه، ولی فکر کردم خوبه که در مورد همه شاخه های هنر بیاییم صحبت کنیم اینجا. و اینکه همونطور که توی فرخوان نوشته شده در مورد اشتغال، آقای یعنی بفرمایید. بله من عذرخواهی میکنم، میخواستم این نکته رو بگم که در خصوص شفافیت هم یک انتقاد شد و در خصوص هشتگ سازی که تقریبا موضعشون این بود که بی اثر شفاف سازی و در واقع هشتگ سازی، و من فکر میکنم مثال نقض این خیلی ثابت شده. درسته که همه هشتگ ها به نتیجه نمیرسه، ولی خب ما مثال اخیرش رو داریم، باز هم مثالی هست که قطعا همه شما در جریانش هستید، کارگرانی که در حوزه جهانی خب اسکار، برنده اسکار هست، کارگران ایرانی، و ما متوجه شدیم که داستانی که در خصوص فیلم آخرش بود و در اون سناریو کپی شده از یکی از دانشجویان در واقع دخترش بوده و خب سوء استفاده بوده که داشته انجام می‌شده بدون اینکه حق اون فرد ادا بشه، و خب همین هشتگ سازی ها باعث شد که در واقع ایشون علیهش اعلام جرم بشه. و حداقل این موضوع این هست که برای یک اقدامات مشابه در آینده سعی میکنن احتیاط بیشتری انجام بدن و حداقل حق در واقع اصلی نویسنده رو حفظ کنن، نویسنده اثر رو. ممنونم. ممنون از شما. اسم فیلم رو میتونید به اون بگین لطفا؟ مایکتون بسته بفهم. فیلم قهرمان هست، اثر بله کارگران معروف سینمای ایران، کارگران
اسقر فرهادی برای دیگه گفتم. اوکی مرسی. خب خانم باجلان بفرمایید. ممنون. من مجددا در راستای صحبت‌های خانم دژم می‌خواستم صحبت بکنم. فقط یه تیکه‌ای رو اشاره می‌کنم به حرفای جناب آقای یعقوبی اگر درست بگم. در رابطه با هشتگ سازی، درسته حق با شماست، هشتگ سازی همیشه بی اثر نبوده ولی به نظر من اثر چندانی نداشته و سوالی که مطرح میشه اینه که آیا اون خانوم فقط با هشتگ سازی فضای مجازی در واقع اون آقا رو محکوم کردن و آیا الان این تیتری که خورده نتیجه خواهد داشت، این آقا محکوم خواهند شد، جوابی براشون صادر خواهد شد یا خیر؟ ولی اگر بخوایم با توجه به صحبت‌های خانم دژم پیش بریم و راجع به بقیه مسائل هم صحبت بکنیم، باید برگردیم به این که کلن برای خانم‌ها توی ایران مسئله هنر یک مسئله‌ای هستش که یا دچار سانسور هستش یا سوء استفاده. سانسور رو توی موسیقی داریم که صدای خانم‌ها ممنوعه، ساز زدن خانم‌ها ممنوعه، مشارکت خانم‌ها در کارهای گروهی روی استیج ممنوعه توی موسیقی و این در قسمت سانسور توی هنر واقع به چشم هستش. شعرهایی که میگن، نقاشیهایی که میکشن، همه باید سانسورهای جمهوری اسلامی رو در واقع رعایت بکنن داخل اون کاری که انجام میدن، یا اینکه طبق بحث قبلمون دچار اتفاقهای متعددی بشن، مورد سوء استفاده قرار بگیرن که اصلا بهشون اجازه فعالیت داده بشه و میگم یا دچار سانسور هستن یا سوء استفاده اتفاقی که برشون میفته. و اگر موضوع بحثمون رو یه بار دیگه بهش اشاره بکنیم، وضعیت کار زنان هنرمند در ایران، باید یه پله عقب‌تر نگاه بکنیم ببینیم اصلا عرصه‌ای براشون فراهم هست، آیا اصلا حضوری براشون فراهم هست که بعداً وضعیتش بخواد مورد بحث قرار بگیره، آیا اصلا اجازه ورود بهشون داده میشه که بعداً بخوایم راجع به وضعیتشون توی اون شرایط استیبلی که دارن صحبت بکنیم. متاسفانه هیچ چیز رو نداریم و این واقعیت زنان هنرمند در ایران هستش. مرسی. متاسفانه. بله ممنونم از صحبتتون. دو تا نکته یادم اومد، یکیش یادم اومد. فقط در مورد این هشتگ ها باید بگم که همونطوری که شما هم اشاره کردی یا آقای یعقوب، دقیقا یادم نیست، این موضوع خیلی، یعنی جای حرف داره که هشتگ واقعا خیلی هم بی تاثیر نیست. البته بستگی داره که چقدر هشتگ بین المللی باشه و چی بخواد، چون که هشتگ نه به اعدام تا جایی که من تا پارسال آمارشو داشتم واقعا اتفاقات بزرگی رقم زد، حداقل برای ایران. یعنی میدونم که خیلی از چیزا آدمایی که بولد شده بودن، غیر از اونایی که حالا اعدام شدن متاسفانه رفتن، مثل افکاری که اصلا هشتگ نه به اعدام برش اثری نداشت، ولی میدونم یه سری از آدما رو همین هشتگ ها واقعا چیز کرد، نمیگم نجات داد، ولی میخوام بگم که کمی تاثیر گذار بود توی این زمینه. خیلی هم عالی. و اینکه ممنون میشم اگر راهکاری به ذهنتون میرسه، حتی آقای یعقوب لطف کردم و چند تا راهکار در این زمینه دادن به همون. راهکار به نظرتون چیه؟ چی کار کنیم که این اتفاقات برای جامعه زنهای هنرمند در ایران، یا بهتر بگم بانوان هنرمند فعال در ایران نیفته؟ یا اگر واقعا بانوی همه یه تلاش و زندگی و سعیش رو میکنه که وارد جامعه هنر بشه توی ایران، به اون نتیجه و ثمره‌ای که توی ذهنش هست و از خودش توقع داره برسه، به نظرتون چه راهکاری میشه ارائه داد؟ شاید که واقعا اون راهکارها همطور که تا الان خیلی راجعش صحبت کردیم قرنها برای ایران طول بکشه، شاید اصلا فانتزی باشه، شاید اصلا دسترسی بهش وجود نداشته باشه، اما راهکاره. اما خوبه که راجعش صحبت کنیم، نظر بدیم و ببینیم که واقعا آیا ما به عنوان یه جمعی که حالا هنرمند هستیم یا هنرمندای زیادی رو میشناسیم، چه کاری از دست ما ساخته است. بفرمایید خانم بیرجندی.
ممنونم خانم دژم عزیز. البته من صحبت که الان میکنم نمیخوام بگم راهکار، ولی میشه راجع به این قضیه صحبت کرد. جامعه زنان ما کلان از هر بعدی که بخوایم در نظر بگیریم تحت تاثیر این به قول معروف نقضهایی هست که در موردش صورت میگیره. حالا فقط مربوط به جامعه هنری نیست، کلن بانوان کشور ما هستند که به هر حال از حق و حقوق خودشون برخوردار نیستن. اما توی بخشی من خود بانوان کشورمون رو مقصر میدونم. به هر حال هم موضوع آموزش هست، هم خانواده هست، یعنی تربیت مادر خیلی تأثیر داره در این مسئله. و از زمانی که از کودکی اگر پدر و مادر بتونن فرزندانشون رو در واقع به اون صورت پرورش بدن و تربیت بکنن که یاد بگیرن چه پسر چه دختر، بدونن که تفاوتی بینشون وجود نداره و حق همدیگر به عنوان یک انسان بشناسن، من فکر می‌کنم تو بقیه مسائل هم ما میتونیم پیشرفت داشته باشیم. میتونه این قضیه به هنر و مسائل دیگه هم برگرده. و در یک مسئله دیگه به نظر من باز هم بانوان اگر، حالا من نمیگم اتحاد، با همدیگه توافق نظر داشته باشن، چون به هر حال هیچ کسی از آزار و اذیت جنسی خوشش نمیاد، مطمئنا این یه چیز آزاردهنده و سخته برای هر انسانی. حالا ما کاری نداریم به کسانی که یه سری بیماری هایی دارن در این زمینه، ما راجع به آدم های معمولی و نرمال زندگی صحبت میکنیم. من فکر میکنم اگر که میدونید این همون در واقع اون اعتراض مدنی اگر اون صورت بگیره، یعنی متحد باشن، اتفاق نظر داشته باشن توی این مسئله و مسائل دیگه که خودشون قبول نکنن خیلی چیزها رو و به حق خودشون واقف باشن و مطالبهش کنن، به مرور زمان این اتفاق خواهد افتاد. اما حالا چقدر طول بکشه نمیدونم، ممکنه خیلی طولانی باشه، اما به حال از یه جایی باید بانوان کشور ما استارتو بزنن و همطور هم آقایون در کشورمون در کنار هم. این نظر من بود، حالا امیدوارم که درست باشه. مرسی. ممنون از شما خانم باجلان. بفهم. ممنون از شما. من خواستم یه موضوع رو مطرح کنم که خانم دیوژندی هم در انتهای صحبتشون بهش اشاره کردن. این که چه کار میتونیم بکنیم، اینه که اول به این نگاه بکنیم که ما مردم ایران هستیم، یعنی بحث جنسیتیش رو کنار بذاریم و به این باور برسیم که اگر برای خانوم ها اتفاق میفته، اگر این تعارض ها در واقع اتفاق میفته، مردها هم در کنارش قرار بگیرن، یعنی آقایون و خانوم ها یک مجموعه باشن در برابر اون انسانی که این کار رو انجام میده و انسان هایی که این کار رو انجام میدن. یعنی در واقع زمانی که خانم های بانوان یک سرزمین به یک موضوع اعتراض میکنن، اگر آقایون کنارشون بایستن بسیار تاثیرگذارتر خواهد بود. اگر جنسیتیش بکنیم و زنها یک گروه بشن بیانیه بدن و یک گروه بشن که دوباره به اون بیانیه رسیدگی بکنن، حالا در مورد همین موضوعی که الان داغ هستش، یا بحث استادیوم پیش بیاد، خانم ها رفت آمد خانم ها به استادیوم مطرح بشه، بحث موسیقی پیش بیاد. من دیدم که یکی از این هنرمندان عزیزمون، حالا این شاید به این بحثیت مربوط نباشه، توی یک لایوی داشتن صحبت میکردن که وقتی که زنان نمیتونن به استادیوها برن، خب مردها هم نرن. خب بیایم کلیتر نگاه بکنیم، ایشون خودشون یک خواننده هستن و میتونیم بهشون بگیم که خب پس میتونی این شکلی نگاه کنی که زمانی که زنها اجازه خوندن و ساز زدن ندارن، شما هم انجامش نده. میدونین این که ما همیشه انگشت اتهاممون به سمت همدیگه باشه، یا اگر یک مسئله برای خانم ها پیش بیاد کل مردان یک جامعه زیر سوال برن، یا اگر یک مسئله برای خانم ها به وجود میاد مردها کلا عقب بکشن و توی این اجماع حضور پیدا نکنن، این مسئله برای مردم سرزمین ما حل نخواهد شد. و این مسئله، این زنانی که الان دارن اعتراض میکنن، میتونن یک روزی از خانواده ما،
از زندگی ما و از کسانی باشن که برای ما بسیار عزیز هستن و باید همیشه به این فکر بکنیم که ما همه با هم باید یک کاری انجام بدیم. مرسی، ممنونم. ممنونم از شما. حرفاتون من یاد یک واقعی افتاد که توی دانشگاه ایران وقتی بودم برام اتفاق افتاده بود. موقعی که داشتم تئاتر تحصیل میکردم، من یادمه که یک ایده تئاتر خیابانی دادم که خودم تنها بازیگرش بودم و باید اون کار رو انجام میدم. وارد جزئیاتش نمیشم، اما با این مواجه شدم که گفتن نه، تو نمیتونی این کار رو اجرا کنی، تو به عنوان کارگردان باش و بده اینو یک پسر یا آقا اجرا کنه. این خیلی پذیرفته شدنی نیست که مثلا یه دختر این نقش رو بازی کنه یا پرفورمنس رو، البته این کار رو انجام بده. و من واقعا شوکه شدم، گفتم اگه قرار نیست من انجام بدم، نمیخوام هیچ کسی دیگه هم انجام بده. و اتفاقا پسرایی هم که اونجا اون روز به اون جلسه حضور داشتن همین حرفو زدن، گفتم ما هم این کارو نمی‌کنیم. میخوام بگم که یعنی واقعا طعم این حمایت خیلی شیرینه اگه واقعا در سطح وسیع و گسترده توی جامعه حداقل هنرمندا اتفاق بیفته، خیلی اتفاقات خوبی از پیش هست. آقای سبزی هم بفرمایید. من نمیخوام، چون بیشتر صحبت رو دوستان انجام دادم، من فقط خواستم یه مورد رو بگم. حالا بخوایم این مورد خیلی بخوایم بهش ریز بشیم، به نظر من اصلا از بحث اصلی دور بشیم، اما این اصلی ترین دلیلش، حالا من شاید دوستان همیشه میگن که آقایون هم باید از خانوم ها حمایت، اما چیزی که من تجربه زندگی شخصی خودم، کاری خودم، دانشگاه تحصیلی، همه چی، حتی ورزشی دیدم، این بوده که الان من نمیدونم این قضیه روانشناختیه چیه واقعا. یعنی شما 4 تا خانومو، الان من جدی دارم میگم، اینا واقعا شوخی نمیکنم، شما 4 تا خانومو بذار توی اتاق، بعد بهشون بگی 4 تا لباس شبیه هم بپوشید. نمیدونم این قضیه اینه که کلا میخوام برتر از اون یکی باشن. این برتریت تو وجود ما هم هست، آقایون هم دوستان هر کسی دیگه برتر باشن، اما وقتی حق کلی میشه، اون حقی که باید به همه رسیده بشه و به یکی رسیده بشه، آقایون به نظر من بهتر این قضیه رو میپذیرن. شما الان، حالا شاید هم میگم مخالف ندارم، شاید بعد صحبت اینم 5-6 تا دست بره بالا، ولی نظر من چیه؟ نظر من اینه که در اهل اول باید خود خانما از خودشون به خودشون کمک کنن. این جمله معروف که میگن از ماست که بر ماست، همینه. شما وقتی که یه خانوم اجازه نده به یه خانوم دیگه اتفاقی براش بیفته، حقش خورده بشه، من آقا جرأت نمی کنم بیام شروع، حتی اگر ریز باشم، نمیدونم یواشکی بخوام یه کاری رو انجام بدم. اما وقتی خانومه به نوادر خانومه حمایت میکنه، منم سکوت میکنم، حتی اگر بخوام یه کاری انجام بدم. این واقعا تو تجربه زندگی من بهم ثابت شده. اما وقتی ببینم این خانم حمایت نمی‌کنه، میگم خب دیگه چه بهتر این کردین حمایت نمی‌کنه، منم خودم کاری که می‌خوام بکنم و انجام میدم. و بارها من دیدم این وضعیت. و یه موردی هم که هست، من به نظر من پدرها نقش خیلی مهمی دارن، مادرها به کنار، اما پدرها نقش مهمی توی زندگی دخترشون. من کاری به بخش دیگه ندارم، چون اگه بخوایم ریز بشیم گفتم فرهنگ هست، آموزش هست، اصلا ما فرهنگ سازی نکردیم. الان نصف کامیونای کسایی که کامیون دارن همه هایده و مسی گوش میدن، ولی شما برو بهش بگو اجازه میدی دخترت خواننده شه، میگه نه. این هم یه دلیل دیگه است. یه سری چیزا مسلما، من چون اعتقاد خودم اینه که واقعا از من خودم واقعا خستم از بس که گفتیم جمهوری اسلامی. من باور قلبی بینا، یعنی اینکه اگه اینا نبودن که واقعا ما زندگیمون بهتر از این صحبت ها بود. اما خودمون رو ما فراموش نکنیم. خدا واقعا اگر ما حداقل روی خودمون کار میکردیم، شاید کمی بهتر بود، شاید 1%. مثلا شما، من نمیگم 1000%، 50% قضیه. ولی وقتی که ما هنوز به این باور نرسیدیم که بابا خود ما هم تاثیرگذاریم. من اگر فردا بشم پدر یه دختر، باید بهش حقوق بدم، بهش آزادی عمل بدم، حق انتخاب بدم که بتونه زندگی خودش رو خودش انتخاب کنه، به شرطی که
حمایت بکنم ازش. حالا شاید یه سری ها بگه شاید اون پدره باباش این کار رو نکرده. من آدم هایی میشناسم که پدرشون کاملا مذهبی، یعنی پدر بزرگ، اما پدره به دختر من هم دانشگاهی بود دیگه، بهش اجازه میداد، یعنی خیلی جالب بود، پدر بزرگش که اصلا مال نمیدونم سپاه و اینا بود، بابای نمیدونم یه جا دیگه بود، دخترش رو اجازه گذاشته بودم بره که مثلا توی دانشگاه هنر بتونه درس بخونه. چه خواست خود من عجیب بود چون پدره بهش اجازه داد. حالا میگم من 3 دقیقه بیشتر نمیخوام صحبت کنم وقتی دوستانم بگیرم، ولی واقعا از این قضیه واقعا نگذریم که واقعا جنس، حالا خانم ها میخوان باشن، آقایون میخوان باشن، من اصلا نمیگم که آقایون نباید حمایت کنن، ولی خب خانم ها واقعا باید خودشون شروع کنن، از خودشون حداقل. حالا نظر منه، حالا میگم شاید اشتباه باشه، نه چون تجربه‌ای که من دارم واقعا، یعنی من هر جا دیدم همین بوده. شما الان تو خیابونا ببینید، چون وقتی یکی میرخصه خانوما میان وسط، آقایون دست میزنن، همه شادن. خب این چیه؟ این یعنی که فرهنگ هست. پس مشکل کجاست؟ ببینید یه سری چیزا رو دیگه واقعا نمیتونیم انکار کنیم. یعنی شما ندیدی چند تا کلیپ تو شیراز؟ من خودم چند وقت پیش دیدم، داشتن میزدن، میرخصتن، کیف میکردن. حالا ما اینجا تو آلمان نمیتونیم بزنیم برخصیم، ولی میگم میتالاد این رو مزاح میکنم، ولی واقعا هست، تو فرهنگ هست، ولی نمیتونیم بگیم اصلا نیست. ولی یه سری چیزا نمیدونم برای خودمون هست، برای خودشون نیست. یعنی حق من حق اون نیست، نمیدونم چجوری بخوام توضیح بدم. یعنی حق من هست ولی حق اون یکی نیست. نمیدونم، حالا شاید من دارم، شاید من متوجهش بعد متوجه شدم، برداشتم بد بوده، ولی واقعا نظرمه. حالا اگر دوستان چیز دیگه هست، اگه نظر متفاوتی دارم، نگرش متفاوتی دارم، من خوشحال میشم. مرسی. ممنون از شما آقای سرجان. متاسفانه با این بخش از صحبتتون موافقم که ما خانوم ها حالا نمیدونم دلیلش چیه نیستیم، یکم تو کار حمایت از هم دیگه نیستیم. آقای یعقوب فکر کنم شما اول دست بلند کردید. بله، من با یه سری از بخش هایی که آقای سبزیان مطرح کردن که کمی موضوعم فرق داره. من همیشه یک مثال میزنم، در واقع ما نباید نقش اساسی و کلی حکومت رو نادیده بگیریم. چرا ما همش اسم حکومت جمهوری اسلامی رو میبینیم؟ در واقع انتقاد از جمهوری اسلامی به نظرم امروزه راحت ترین کاریه که وجود داره، اینو قبول دارم، ولی من همیشه برای مثال اون، خیلی از افرادی هستن که گلوبالیستن و خیلی اعتقاد ندارن که حکومت ها هست، در واقع میگن که حکومت ها از دل مردم میان و در واقع توده ای هستن که در واقع یک نوع انگار نمونه ای از مردم اون جامعه هستن. پس خیلی من با این موارد اینجا برخوردم و من همیشه یه مثال براشون میزنم، کشوری که از یک حکومت بوده، از یک مردم بوده، با یک فرهنگ، کره شمالی و جنوبی، دو کره، و خب با دو حکومت متفاوت و دو سیستم متفاوت، دو فرهنگ متفاوت به وجود آورده و دو نوع سبک زندگی متفاوت به وجود آورده و ما نمیتونیم نادیده بگیریم که حوزه آموزش وقتی که تعطیل میشه، وقتی شما مثال پدرها رو زدید، وقتی که تو اون مثال پدری که در حوزه آموزش، من توی صحبتایی که قبلا کردم فقط این رو به گوشش میخوره که اون یه مدت توی سیستم آموزشی دانشگاهی بوده که وظیفه زن فقط در واقع خانه‌داری هست، وظیفه زن فلان هست و بیسان هست و حس دومینانتی و غالب بهش در واقع داده میشه و این در ناخودآگاهش ذخیره میشه، قطعا برای خانم و فرزند خودش اجرا میکنه. یعنی این نمیشه گفت که ما بگیم ما، خب این ما بخشی از ما در واقع در خانواده هستیم، ولی اکثر اوقات ما در جامعه و محیط آموزشی هستیم که حکومت بعد اون رو به شکلی متناسب در واقع ایجاد کنه. برای همین حکومت ها اصلا شکل میگیرن که جهت بدن به افکار در مسیر درست البته. و خب وقتی ما با یه حکومت ایدئولوژی محور ارتباط داریم و درگیر هستیم، خب یه سری مسائل براش اولویت نیست. مسئله هنر، مسئله بانوان، مسئله آزادی‌های برابر،
قطعا براش اولی که اولویت نیست، دوم که حتی خودش در موضع مخالفت قرار داره. پس این موضوعی است که جدیه، یعنی خیلی بخش اندکی از اون تقصیر به گردن شاید شخصیت ماست. بالاخره فرهنگ ساخته میشه، یعنی این نیست که من باز مثال کره شمالی رو میگم، الان شما یک فردی که از کره جنوبی میاد کاملا متفاوتی با یه فرهنگ داره. این مشکل از ژنتیک نیست، مشکل از نحوه تربیته که نسل به نسل انتقال پیدا میکنه و خب برای ترمیمش هم نسل به نسل نیاز هست که اقدام بشه. ممنونم. خیلی ممنون. من خانم دژم فکر کنم یه مشکلی براشون به وجود اومده، من مایک خانم رضاوند رو باز میکنم. بفهم. خب خسته نباشید. مرسی آقای سبزیان که بریک کردید. من یکی دو مورد رو، من میبخشید خیلی تو جلسه اولش نبودم مبحث رو، ولی یکی دو مورد رو میخوام مطرح کنم. من با آقای یغمون موافق هستم. نقش یک دولت، یک سیستم رو اصلا نمیشه دست کم گرفت، یعنی خیلی نقشش قوی پررنگه. خب و تو خود اون باعث میشه پدران ما، مادران ما تو این سیستم بزرگ میشن. پس من نمیتونم انتظاری از پدر و مادرم داشته باشم چون خودشون همچین سیستمی بزرگ شده. من یه خیلی اهل مطالعه و یعنی یه حالت چیزی باشه که بخواد یک مقدار مخالف این رودخونه، این جریان حرکت بکنه و آزادی هایی بده. اما یه مسئله دیگه هم هست. من یه فیلمی دیدم، پدری توی فکر کنم ترکیه از یه کشور، شاید شما هم دیده باشید، به دخترش میگه، آقایی که داره موسیقی میزنه تو خیابون، میگه برو برقص. دختر خجالت میکشه و پدر تشویقش میکنه، اینقدر این زیبا بود برای من. من به کردی هم میگه، خب من متوجه میشدم چی بهش میگه. من میگم عزیزم برو، اگه من دوست داری برو برقص، هنرتو نشون بده، نترس، من هستم. این حمایت اون پدر است، این دختر رو شجاعانه میفرسته جلو و این خیلی زیباست. بعد یه مسئله دیگه که هست، چرا میگم با آقای یغمو موافقم، بعضی از آقایون ما این مسئله رو دارن اما نگرانی دارن چون اون احساس امنیت رو تو کشور ندارن. خیلی از آقایون الان تو ایرانی اجازه رو نمیدن، به محض اینکه پاشون میره خارج از کشور اجازه میدهش دخترش، خانومش بی حجاب باشه، برقصه، بازی کنه، خوانندگی بکنه، احساس امنیت رو برای دخترش اونجا دیگه همسرش میبینه. اما داخل کشور میگه حجاب تو رعایت کن، با اون حرف نزن. چرا؟ چون نگرانه. اون خب این احساس امنیت رو کی به وجود میاره؟ اون سیستم. خود من پدرم وقتی از سر کار میادم دانشگاه میگفت 10 بار زنگ میزنه کجایی، میگفت واقعا من تا برسی خونه 100 بار میمیرم و زنده میشم، این مسیر رو بیای آقای چیزی نشده باشه به موقع برسه. اما اینجا میگه ماها هم زنگ نزن، خیالم راحته، میدونم جا در امانی، نگران نیستم، واقعا احساس امنیت میکنم با اینکه این همه دوره. این یکم اینو در نظر بگیر. یه صحبت رو با آقای سبزیان فرمودن. آقای سبزیان درسته که ما میگیم خانم ها باید هم خودشون حمایت بکنن، این اصلا میذاریم کنار، این خصیصه ذاتی مردها و زنان طوری که آفریده شدن. خودمون خانومی میدونیم یک رقابت عجیبی بینشون هست، ذاتیه، هر کاریش هم بکنی نمیتونیم تغییرش بدیم. حالا هزاران سال قبل بوده، بعد از اینم الان هم هست، بعدش هم خواهد بود. اینو اصلا بذاریم کنار، این چیز ذاتی اینجور آفریده شدن. خب یعنی میگن 10 تا آقا روی فرش میتونن توی اتاق هم کنار هم زندگی کنن، 2 تا خانم نمیتونن. این خودمون خانومیم داریم میگیم، واقعیت امر. اما قضیه چیه؟ بیان جنسیتش نکنیم. خانومه بیا از خانومه حمایت کنه، میخوام بکنم من هنرمندم، اصلا برام مهم نیست هنرمندی که رفت زندان، هنرمندی که به ظلم شد، اصلا زن یا مرد، دانشجوه یا واقعا شاعر، اصلا برای من اهمیت نداره جنسیتی اون چیه، اصلا چه دینیه، چه قومیه، چه جنسیتی داره. برای من میگم یک هنرمند بهش ظلم روا شد، من میرم جلو، میرم جلو میگم منم این کارو نمی کنم. منم اگر این هنرمند، نه این که چون زنه، نه این که چون مرده، این هنرمند جلوشو گرفتید، منم اجرا نمی کنم. چرا؟ از نظر منم مثلا به ایشون ظلم شد. اگر بیایم اونجوری به این قضیه نگاه کنیم، دیگه این قضیه مرد و زن میره کنار. بیایم مثلا اینو ورداریم، جنسیت. ما خودمون میگیم برابری، سوابق جنس، زن، مرد، نژاد، جنسیت، نه اینجا همینه دیگه. آقا زنه باید زنه حمایت کنه، خب نمی کنه، نکنه،
چه اهمیتی داره؟ اون هنرمنده اصلا اهمیتی نداره، اون زنه یا مرده، اصلا اون اهمیتی نداره، اون که حمایتگر زن بود ازش حمایت کرد یا نکرد یا مرد بود، اهمیتی نداره. اینا رو اگه بذاریم کنار، باور کنید خیلی راحت‌تر میشید از همدیگه حمایت کنید. حالا اون خانم هم گفتن اگه آقا نیاد اونا هم اجرا نکنن، به خاطر اینکه یه مقدار آزادی برای آقایون بیشتره، یعنی میدونن بگه خانمم نیا مجبور بگه آقا بگه هنر، میتونستن بگن هنرمندای دیگه هم اجرا نکنن، شاید قشنگتر بود، ولی چون میدونن آقایون میتونن برنامه رو اجرا کنن و این بازم خانم های دیگه محدودیتی مثل خودشون دارن، این صحبت رو کردن، منظورشون حمایت بوده، نه اینکه خب شما هم اجرا نکنید چرا اونا اجرا میکنن. بهتره که بگیم هنرمندان دیگه، ورزشکاران دیگه، کسای دیگه، هر مشاخه‌ای برای خودش بیان حمایت بکنن، از این حالت جنسیت بیایم بیرون، کار قشنگتر میشه. مرسی، من ممنون از وقتتون. من ماک رو رها میکنم. ممنون از شما خانم رضا و ممنون برای نکاتی که گفتیم، خیلی خوب بود و مفید. و در ادامه صحبتاتون و همچنین صحبتهای آقای سبدان، خواستم واقعا نکته رو بگم که هم به لحاظ روانشناختی، جامعه شناختی، پدرها واقعا نقش مهمی در عزت نفس دخترها دارن، اصلا داخلی و خارجی اینا نیست، توی همه جای دنیا، توی همه جوامع و فرهنگ ها این می گنجه و این خیلی خیلی چیز مهمیه. خانم بیرجندی شما دستتون بالا بود فکر کنم، من مایکتون رو باز میکنم. ممنونم خانم دژم عزیز، حقیقتش خانم رضاوند همه چی رو کامل و واضح گفتن، جامع گفتن و واقعا من دیگه نیازی ندیدم که بخوام صحبت کنم، اما فقط یه مثال کوچیک میزنم که در زمینه ازدواج چند همسری آقایون، که یه خانومی میپرسن که کی میخواد این قانون ازدواج چهار همسری آقایون لغو بشه، میگن زمانی که خانوما یاد بگیرن زن دوم کسی نشن. این یه مثاله، آره، اینه که خب از همین میشه به حال توی چیزای دیگه هم نتیجه گیری کرد ازش. مرسی خانم دژم عزیز و خسته نباشی. مرسی از شما. خب دوستان، اگر که مورد دیگه نیست که بخواییم به بحث آزاد اضافه بکنید، من جمع‌بندی بکنم. خیلی هم عالی. بحث آزادمون در مورد حق اهمیت کار و معضلات اشتغال هنرمندان زن در ایران بود. ممنون از همه دوستانی که مشارکت کردن توی این بحث و راهکارهایی که نهایتاً ارائه داده شد، نبود ارگانهای نظارتی مربوطه بود، فقر فرهنگی و اقتصادی بود، ایجاد کمپین ها بود و حمایت اقشار جامعه از هم دیگه فارغ از جنسیت، نه خانوم ها از خانوم ها، نه آقایون از خانوم ها، به عنوان جامعه هنری از هم حمایت کنیم، به عنوان انسان از هم حمایت کنیم و نقش تربیت والدین رو بررسی کردیم که چقدر مهمه، نقش پدرها روی دخترها، بانوانی که قرار توی جامعه نقش آفرینی کنن، نقش دولت‌ها خیلی مهم و قابل بررسیه و نکته که بهش اشاره شد و به نظرم خیلی مهم بود، نبود احساس امنیته. به نظر من این موضوعیه که حتی میشه بیشتر هم راجبش صحبت کرد و مورد بررسیش قرار داد. من همینجا ساعت 9:23 دقیقه ختم جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان رو اعلام میکنم. ممنون از شما عزیزان که تشریف آوردید، سخنرانی کردید و مشارکت کردید.